پشتون ها، ازبک ها، بسیاری از اینها از علاقمندان و هواداران سرشناس او هستند. او آوازهای زیادی به زبان پشتو، به زبان فارسی و غیر اون خونده. ما بحث داشتیم پیشتر درباره سلبریتی ها. امشب با حضور دو سلبریتی این بحث رو ادامه میدیم. جناب آقای صدیق شباب، خوشبختانه دعوت رو تایید بفرمایید. آقای شباب اضافه بشید به ما. من در حضور خودتون بقیه توضیحات رو خدمت عزیزان مخاطب بدم. مهمان دیگر ما جناب آقای سید حسن آقامیری هست. آقا سید هم اگر که هستن در جمع ما، ازش خواهش میکنم که اضافه بشن و ما بتونیم خدمتشون باشیم. آقای شباب، من دوباره تایید کردم درخواست شما را، خواهش میکنم که اضافه بشید. آقا سید آقامیری رو هم من درخواستشون رو تایید کردم. انشالله که مشکل نباشه و بتونن به جمع ما هر دو بزرگوار اضافه بشن. جناب آقای صدیق شباب عزیز و آقای سید حسن آقامیری بزرگوار، سلام. سلام آسید. سلام. بله بله، زنده باشید، خوش آمدید به جمع ما. مشکل آقای شباب رو نمیتونیم اضافه بکنیم. دوبار داره درخواست میده ولی میگه که نمیتونه اضافه بشه. نمیدونم مشکل چیه، باز چه بلای سر پیزی ما آوردن، خدا میدونه. خب اومد اضافه کنیم. آره آقای شباب هم اومد. مجدداً خدمت آقای بزرگوار سلام میکنم. من با اجازتون کامنت ها رو میبندم که بتونیم سریعتر بحث رو شروع بکنیم. خیلی خوش آمدید آقای شباب. حسن جان خیلی خوش آمدید. میدونم چقدر سر شلوغه. میدونم که 150 میلیون بهت پیشنهاد میدم که بری تو لایوشون. ولی نمیدونم یه لایو ما دست درد نکنید. قربونت برم داشت. جناب شباب. آقای شباب. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جعفریان عزیز و خدمت آقای آقامیری و همه اکنون همه ملت ایران و افغانستان، تاجیکستان، همه همزبانات ما را در همه گوشه دنیا میبینن. یک سلام و عرض ادب دارم. زنده باشید. علیکم السلام. من با یک نکته شروع کنم، یک صدای رو پخش کنم، خیلی شاید جالب باشه براتون. در ایران ما یک خواننده معروفی داریم که شاید معرف حضورتون باشه، آقای شباب حتما هست، به نام آقا محسن چاووشی. خواننده بسیار شریف، خواننده بسیار عزیز، خواننده بسیار نمیدونم پیش کدوم یکی از شما یک گوشی دیگه هست داره صدا دیلی میکنه. آقای شباب پیش ما خوش چیزی نیست، پیش ما همه چیز بلاست. آقا من دستان بالاست. یک مشکل به قول افغان کدام پرابلم هست. از طرف که من ادامه میدم صحبت رو، یک خواننده عزیزی داریم به نام جناب آقای چاووشی که بسیار شریف هست و بسیار زحمت میکشه، آدم خیلی. حالا الان میپرسم آقای شباب توضیح میدم. یک شعر از کی هست و موجودات چی هست؟ شعر مولانا رو جناب آقای چاووشی عزیز خونده، شعر قاسم رو سیده بود، قاسم تخلص میکرد، شاعر پنچیری هست که از خنج پنچی هست. بله. یک محمدی داره که شعرش رو جناب آقای شباب خونده. خیلی از مخاطبین ما وقتی که فهمیدن امشب مهمان ما جناب آقای شبابه، خب این ترانه شون تقریبا جهانی شده، بسیاری اونو شنیدن. خیلی هاشون پیغام داده بودن که آقا اینو حالا قطعا با این بی‌ادبی همه ما بیگانه ایم. خیلی محسن بسیار آدم شریفیه. گفته بودن آقای شباب این ترانه رو دزدیده از چاووشی، این چرا این کارو کرده بود؟ آقای شباب این ترانه رو دزدیدی از چاووشی؟ نه. خدا نخواسته که من این واژه یا این کلمه رو استفاده کنم به آقای چاووشی. ما البته پیش از پیش یک سلام مجدد به آقای چاووشی تقدیم میکنم و یک تشکر خاص میکنم که در این مقطع زمانی که مردم افغانستان در یک تنها با یک گروه متحجر و
به جاهل امو صدای خود کشیدن در بخاطر مردم افغانستان، از اونها یک تشکر بسیار مجدد میکنم. و دوم از این که مشکل نداره، موسیقی سرحد نداره، ولی بخاطر از این که عزیزان و دوستان در یک فقدان یا در فقدان غیر مول موتی قرار نداشته باشن، یا هنگ البته در سال 2009 البته کمپوز از خودم است، شعر از سید عبدالقاسم آقای پنشیر است که یک شاعر بسیار مشهور و یک شاعر بسیار مشهد تصوفی شعر میگفت. و نگفته نباید گذاشت که امی شعر البته یک تن از هنرمندای بسیار مشهور کشور ما، هنرمندای که محلی بودن، دور محمد کشمی شعر با یک سبک دیگه خواندن. ولی این شعر ما با می کمپوز کرد در سال 2008 ما ارنج موسیقی زیر کردیم، اگر دروگو نشم 2008-2009 ارنج موسیقی زیر دوست بسیار عزیز من موسیقر بسیار خوب افغانستان خالد جان کیهان ارنج کردن. در سال 2009 اودیو ازی به حساب ریلیز شده و در سال 2010 هم امو کلیپ ویدیویی ازی. و اینجا هیچ مشکل نیست، هیچ اشکال نداره، موسیقی سرحد نداره. اگر آقای موشم بخونده ما استقبال میکنم، میره من سخت احترام دارم به کارهای جمعی که شعر مولانا را خونده، این بر من سخت قابل احترام است. زنده باشید. قطعا همینطوره. یک نکته رو من بگم و بعد بریم سر بحث اصلی. تا اونجایی که میدونم اصلا این در واقع ملودی پنجشیری هست، قرسک میگن بهش، بسیار در پنجشیر رایجه. ترانه های پنجشیری عمدتا به شیوه قرسک اجرا میشه که مختص اون دره اون منطقه. نمیدونم صدای خودم به من اکو میشنوم و خیلی اذیتم میکنه، نمیدونم مشکل چیه. تو سیستم هستین؟ من با گوشی هم مثل همیشه هم. ولی من گوشی ندارم. من از طریق هنسفری ندارین؟ نه اگر شما بخواییم من میتونم که گوشی وصل کنم. آره هنسفری من یه وصل کنم درست شه. یک لحظه بیسام ازت میخوایم. باشه. اینو قرسک آسید، قرسک میگن یه شیوه نواختن هست که خیلی پنکیری ها در عروسی هاشون در الان که رفت صدا خوب شده، این صدای من عالی شده. نه اونجا باند هست که صدا رو بهتر بشنوه، صدا برمیگرده تو سیستم به خاطر این. حالا الان هنسفری بذارن درست میشه. آها آره کلام ببین اوستایی دیگه میگم. من چند بار توی لایو گفتم سید باید کمک کنه ما تیک آبی بگیم، یکی نوشته من نگفتم این جعفریان دنبال تیک آبیه، داداش ما میخوایم تیک آبی بگیریم تو سر یک ساعت قطع نشین، تو اذیت بشین دوباره بیای بس بشین، خدا دنبال هیچ نیستیم. اشکالی نداره، این چیز طبیعیه. آره این قرصک که خیلی رایجه در پنسی ببین الان بلد هم نیست همه این میره. آفرین. حالا محمد حسین نباید اصلا نباید چیز بشیم. حالا این حرفا که زده میشه خیلی من شاید یه ذره آرومتر صحبت میکنی منم بتونم حرف بزنم. نباید حالا از این حرفا اصلا ناراحت بشیم. حالا بالاخره این حرفای زرد دیگه، چون خود مثلا محسن مثلا اصلا اهل این حرفا نیست، دنبال این چیزا نیست، یه کلمه هم نگفته. یه ادم بعدم اینجوریه توی جامعه ما متاسفانه، بعضی یه کامنت که میاد
بقیه شروع کردن کپی کردن، همینجوری فکر میکنن چیز قشنگیه، با اینکه برن اصلا باید برن تاریخ اونجا رو بخونن ببینن یه سبک رایج در اون کشور، اصلا ربطی به این حرفا نداره که کسی رو کسی کپی کرده باشه. بعدم کپی با اجازه اشکالی نداره، اصلا وقتی اطلاع نداری. مثلا ما توی سری پادکستامون از کار موسیقی بعضی از همین خواننده های داخلی استفاده میکردیم، مثلا آقای خود آقای چاوشی، خود رضای صادقی، خیلی از بچه های دیگه، من رو کار یعنی توی کار از اونا استفاده کردیم. ما با همه اینا هماهنگ بودیم، ازشون هم اجازه میگرفتیم، با ما هم رفاقت داشتن، مثلا اجازه میدادن. بعد یه عده میمدن آقا به چه اجازه ای کار رضا صادقی رو برداشتی مثلا روش کار ساختی؟ عزیزم من اجازه گرفتم دیگه، یعنی توی این سطح که باید یه ذرم برای شعور منم احترام قائل باشی دیگه. من که نمیام یه کسی مثلا مثل رضا رو کارشو بعدم بدون اجازه همینجوری درست کنم، اینجوری نیست که. بعدم روابط ماها معلومه دیگه، با هم رفیقیم، رفاقت داریم، هزار تا چیز. میخوام بگم یه ذره اونا رو نباید اصلا دنبالش رفت، به نظرم اصل مطلب گم میشه این وسط. نه عرض زمینی که حالا این که ایشان سال 2009 منتشر کرد خیلی عالی بود، حالا الان خیلی خوب شد. مازاد میخوام اینو هم در موتر مونده، موترم فینال کسی بوده. میگه هست داری من تو ماشین بود، رفتم تو ماشین آورده. نه به خاطر کال خوب لاین مودش از من رفته، ولی خواستم که امیل ازا به اسلام دوستا اذیت نشن. آره درست شد صدا آقای جفریان؟ بله عالی شد، صدا عالی شد. ببین آقای سید بزرگ، حرف دقیقه. ایشان سال 2009 خونده، ترانه آقای چاوشی سال 2013 منتشر شده که آهنگ و خواننده اصلا خودش دیزه زن، کسی براش به اصطلاح فرنگی‌ها کمپوز میکنه، آماده میکنه، آهنگ کسی دیگری آماده کرده و قطعا محسن اگر مطلع بود این اتفاقات میفتد. ولی در حال آقای صدیق شباب سال 2009 یعنی حدود 5 سال قبل از جناب آقای چاوشی این ترانه رو خوندن و عرض کردن این اصلا قرصک پنجشیری هست، بسیار در مراسم، در عروسی ها، در جای مختلف رایجه. این تیکه رو که نبود شباب، اینقدر من اینو دوست دارم یه بار دیگه یه ذرهش پخش کنم. دیگه یک درباره چیزم میگه دیگه سرسام شده، مخابره آمد فرار کن، ای مردمان به عامر دین افتخار کن، که عامر دین عامر صاحب عامر صاحب مسعود رو میگه. ببین با چه حالی سن میبینی چه حالی پیدا کرده، میبینی سرش اصلا اینقدر اینا حالشون و متفاوت هم هست. تو عروسی هاشون همینطور که این موزیک قرصک رو میزن و یه شکل خاصی از دست دادن رو دارن، همینطور تیراندازی هم همراهش میکنه. یکی داره تیراندازی میکنه، یکی هم قرصک میزنه. آقا جفریان، خواستم که یک نقطه اشاره کنم. قرصک یکی از رنگ‌های موسیقی در اصیل موسیقی در افغانستان است، ولی میتونیم که شما هر آهنگ به شکل خود به مو سبک کمپوز کنین. امیدوار هستم که دوستا گپ مرا فهمیده باشن، یعنی شما میدونید که سبک قرصک کمپوزای مختلفی داشته باشه. دقیقاً بله، بنیان در واقع قرصک میتونه باشه، یکی به یه شکل اونو برای ترانه خودش بازسازی بکنه، با چون آسان نیست که، وگرنه همه یک شکل میشد. در هم قرصک هم با خوبه های متفاوت هست. فرماشون درسته، این شاعری هم که محبت کرد و نامش رو در واقع با این ترانه زنده کرد، جناب آقای صدیق شباب، سید قاسم پنجشیری، بسیار شاعر خوبی هست. حیف که در ادبیات فارسی در ایران ناشناخته بوده. همینطور که گفتم آقای دور محمد اینو خونده، دور محمد کشمی، که البته بیت اولو یکم جا به جا میکنه. شما درست کندید در باغ میخرامید آن ماه نو رسیده، اون میگه
در باغ می خرامید اون سر به نور رسیده که نه آن ماه نورسیده آن ماه نورسیده در باغ می خرامید آن ماه نورسیده آن ماه نورسیده دامن کشان می رفت گل ها را چیده چیده گل ها را چیده چیده صدای من ضعیف میاد برای شما یا دقیق میاد؟ نه دقیق دقیقه بسیار دقیق میاد و بسیار انتظار هستم که آقای سید حسن آقا میری اگه اون حرف بزنه که من بسیار مخلص حرفایش هستم. سلامت الان در اندازه کافی خدمت آقای امیری هستیم. من عرض کردم که صدیق جان آقای کشمی که اینو خونده مصرع اول رو به جای ماه سرو گذاشته که اشتباه هست، در دیوان ایشان ماه هست. شما درست خواندید آقای دور محمد کشمی مصرع اول رو کمی جابجا کردید، داشتن این عرض میکردید. خب باز هم اشتباه هست بله پیش میاد. در باغ میخرامید آن ماه نورسیده دامن کشان همی رفت گلها رو چیده چیده با سر باغ رو تمکین پس گشت دیده دیده بر من نگاه برگشت دیده جا با سر باغ رو تمکین برگشت دیده دیده پس گشت نیست برگشت در حالا دیوانی که پیش منه که آقای نیلاب رحیمی تصحیح کرده و جناب آقای حیدری وجودی پسکش نوشتن. حالا چهار اون چیز ما میفرمایید آقای جان کم رو بگذاریم بسیار مذرد میخوایم اکثر نمی آثاری که از عزیزان چاپ میشه از بزرگ مردان چاپ میشه در قسمت چاپ چون امو یا متکسی که میکنن یا ماشینی که چاپ میکنن بسیار اشتباهات موجود میباشه. شما وقتی که در نسخه اصلی برمیگردین ببینید که بسیار اشتباهات است. این چون امیاسه تکنولوژی امروز وقتی که شما یک ورد یا یک لغت یا کلمه را میذارین همو چیز نشته میکنه. اکثرا یگان دفعه ایواز نون ت میشه، ایواز ت شین میشه. بله بله اشتباهات صورت میگیره. همینطور فرمایشتون درسته. البته در افغانستان چون پس گشتن بیشتر استفاده میشه از برگشتن. من گفتم شاید این تصدیق درست باشه برگردیم. آقا میری یک شب ما زحمتشون دادیم در مورد اینکه سلبریتی ها باید نسبت به اتفاقی که در افغانستان میفته عکس العملی نشان دادن، سهمی داشته باشن. سه ماه آقای شوابین لایف وجود داره، در ایران داره پخش میشه، صدای دوستان رو داریم سعی میکنیم به مخاطب ایرانی و مخاطب جهانی و مخاطب افغانستانی برسونیم. تنها سلبریتی که با یک مخاطب قابل توجه آمده پای کار وقتش گذشته، خب ما از این روابط در بین سلبریتی ها و بین فضای مجازی اطلاع داریم که طرف مثلا به ایشان پیشنهاد میده آقا ما 150 میلیون میدم فقط بیا یه لایک با من بزن. خب این آدم میاد وقتشو میذاره به ما فرصت میده دو ساعت تو لایک ما فقط به خاطر که صدای افغانستان شنیده بشه. اما یه نفر این تا به حال ما فقط ایشان رو تونستیم پای کار بیاریم و اون شب از ایشون خواهش کردیم درباره اینکه چرا بقیه سلبریتی های ایرانی محتاطن برای نزدیک شدن به این موضوع با وجودی که موضوع یقه ما رو هم خواهد گرفت و همین الان هم گرفته. چرا محتاطن؟ ایشان یه توضیحات مختصری داد که اون شب نشد. من عذرخواهی میکنم ازشون. یه بزرگواری بنا بود 10 دقیقه ما خدمتشون باشیم ولی خب بحث طولانی شد، به حوزه دیگری کشیده شد. امشب فرصت هست که خدمت جناب امیری باشیم، ابتدا از بحث دوستان سلبریتی ایرانی شروع میکنیم، بعد خدمت آقای شباب باشیم، ببینیم چرا دوستان افغانستانی هم در زمینه کم بود دارن. آقای امیری بفرمایید. آقا محمد حسین بذار من خیلی کوتاه این نکته رو بگم معلوم بشه. ببین یه اتفاقی افتاده تو کشور ما، جوری شده که مثلا انگار این کلمه سلبریتی یک انگار یه ناسزاییه که حتی مثلا یکی از بازیگرای معروف گفته آقا من سلبریتی نیستم، انگار مثلا یک عنوانیه که با اینکه نه اصلا آقا یه مفهومی داره، یک آدمیه تو یک هنری تو یک چه میدونم داشته‌ای مورد توجه استقبال جامعه قرار میگیره، تو هر حوزه‌ای هم میتونه باشه، یکی تو ورزشه، یکی تو ادبیاته، یکی تو موسیقیه، یکی تو حتی فضای مذهبیه. این سمار. چیز عجیب و غریبی نیست، ولی جامعه ما یک ترسی داره، همه چیزو تهدید میبینه. سیستم امنیتی ما این چیزا رو تهدید میدونه، با اینکه اینا فرصتها، بهترین فرصتهاست. شما ببین من به شما مثال زدم، آقای کاوه مدنی یک فعال محیط زیسته، تو جهان عنوان داره،
یه مدتی هم حتی اومد توی کشور خودمون توی ایران یه خدماتی هم داشتن. حالا بالاخره کم لطفیایی هم به ایشون شد و به امثال ایشون. خب بعد ایشون من خودم باش تماس گرفتم سر داستان آب و خوزستان. بهش گفتم آقا من تخصص ندارم تو محیط زیست، مثلا تو بحث آب و این حرفا خب من علمشو ندارم. اون یه دانشه، باید دفتر باشه، شما دکترا این قصه رو داری. مثلا من مخاطب دارم، بیا یه لایو با هم میذاریم، من سوالاتی که تو ذهن خودم و دوستام و مردم هست رو میپرسم، شما جواب بده، حرف شما بزن. یعنی انگار که سفره رو من پهن کردم، غذا رو شما بذار تو سفره، من فقط میتونم سفره رو پهن بکنم. ایشون هم استقبال کرد و اومد و بعدن از سوی ببین چه اتفاقی افتاد جامعه ما. الان آقای اصغر فرهادی یک فیلمسازه با یه اعتقادات شخصی خودش فیلم میسازه، تو دنیا هم مطرح، جایزه بین المللی هم گرفته. اونایی که اون ور آبن و یه عده ایشونا همه میجوری نیستن، اونایی که حرف دارن راجع به حکومت، یعنی ادعا دارن میگن آقا بده ما اداره کنیم، اونا آقای فرهادی رو میزنن. آقا هنرمند حکومتیه، اگه حکومتی نبود چجوری فیلم ساخت؟ اگه نبود پچه را تو ایرانه، چرا فلان نیست؟ بابا همه که ادعای حکومت ندارن که، یه هنرمند داره کارش انجام میده. از داخلم شروع میکنن زدنش یه عده که آقا این اگه هنرمنده پچه را غربی ها بهش جایزه میدن، پچه را فلان جا رفت مثلا یه زن سرلوخ کنارش رد شد، چرا مثلا بودجه فلان فیلمش رو فلان کشور فلان شخص داد؟ یعنی طرف نگاه میکنه یه هنرمند ادعای غیر هنر نداره، دو طرفی که طمع دارن به حکومت میزننش، چون میگن یا بیا ابزار ما شو برای پیشبرد اهداف ما در حکومت، حالا چه اونی که حکومت رو داره چه اونی که میخواد داشته باشه، یا اگه نه یه آدم مستقلی، دو طرف میزننت. معمولا شما هنرمندایی که توی کشور هستن از دو طرف میخورن، که این آقای یاس رو فکر کنم میشناسین دیگه، از رپرهای خوب ایرانه دیگه، جزء لولای درجه یکه. ایشون یه کاری خونده بود میگفت وای میسین، میگن حرف میزن حرف نزنی، مثلا حرف بزنی میگن اطلاعاتیه، حرف نزنی میگن نمیدونم چی چیه، کار بکنی یه عنوان بد میدن، کار نکنی یه عنوان بد میدن. میخوام بگم این درک نشده که آقا یه آدمی هست ادعای سیاسی نداره. آقا همه آقا چی بگن، من میخواستم توی این لایو بگم آقایون انقلابی، ضد انقلابی، آقایون چه میدونم اصلاح طلب، اصولگرا، اونایی که میخواد حکومت رو بچرخونید، اونایی که میگید باید بدید ما، آقا حکومت مال شما، به ما چه کار دارید؟ اصلا ما که نخواستیم، مگه ما میگیم آقا بدید چیزی رو دست ما، مال خودتون. اونایی که دارید فرصت خدمت دارید خدمت کنید، اونایی که ندارید خدا بهتون بده، شما هم نشون بدید خودتون رو. بابا ما نمیخوایم، آخه ما کار سیاسی نمیخوایم بکنیم، کار اجرایی من نمیخوام بکنم، نه ادعاشو دارم نه حوصله‌شو دارم، نه برام اهمیتی داره، من کارم یه چیز دیگه است، من کارم فکر کردنه، کار فکریه، من یه کارم کار فرهنگیه، جنسش جنس نرمه، جنس سخت نیست. حالا دو طرف طمع دارن، این میگه آخ آقا این رسانه داره، اون تریبون داره، این فالوور داره، این دیده میشه، میخوان از این ابزار استفاده کنن. وقتی ما بهش میگیم نه، دو طرف شروع میکنن زدن. یعنی یه بخش این که سلبریتی ها تو این داستان نمیان، میگن اندازه کافی فوش خوردیم از همه، ولش کن دیگه، یعنی حوصله‌ش رو دیگه نداره که هر وقت گوشیشو وا میکنه ببینه. الان مثلا میگم ما اومدیم تو این داستان افغانستان، خب من گفتم آقا من گشتم یه کارشناس ارشد، ببین رسانه بی بی سی یک رسانه بخیل تو عنوان دادن، حتی متلک هم توش میگه، من خودم خلع لباس شدم، یه ویدیو واسه من درست کرد، گفت آخوند تلگرامی. من 10 سال تو تمام شهرهای ایران میرفتم سخنرانی شدم آخوند تلگرامی، تیکه اومده دیگه، داره متلک میگه آخوند تلگرامی، چون اون که با هیچ کدوممون خوب نیست، اون که طرفدار من نیست، که اون میگه نه قوم خوبه نه کاشون، با جفتمون بده و دعوای ما حال اونو کلا، اون میگه نه شما باشید نه شما، جمع کنید همتون برید. خب بی بی سی به محمد حسین جعفریان میگه کارشناس ارشد مسائل افغانستان. من رفتم کارشناس ارشد مسائل افغانستان رو آوردم، شما 4-5 تا لایو اول ما رو ببینید، من اصلا حرف نمیزنم، میگم ایشون صحبت کنه. بعد یه سری دوستان افغانستانی که اونا میگفتن چرا اینو آوردی تو لایو، ما رو بیار تو لایو، بابا من چرا نمیشناسم عزیز من، من چرا شروع کردم به من فحش دادن که بیا با ما مناظره کن. اگه من ادعا داشتم کارشناسم،
میخوای مناظره کنی با آقای جعفریان باید بری مناظره کنی نه با من. بعد خب بعد ببین من میگم همینجوری دارم از داخل و خارج فوش میخورم و چه میدونم. بالاخره حاجی شما تأثیرم رو نظر این حرفا اذیتت که میکنه که میای صفتو وا میکنی این یه چیزی نوشته اون نوشته سوپاپ اطمینان اون نوشته نمیدونم سرباز ملکه انگلیس اون نوشته تو از صهیونیست‌ها پول میگیری اون میگه که تو نیروی حکومتی دو دوزه با دیده حالت بد میشه دیگه از نه دو طرف. بعد من حالا الان از سه طرف دارم میخورم الحمدلله یعنی یه طرف رو من از طرف لطفشون هم اومده ها. من چند روز پیش توی چیز بودم باقرشهر تهران رفتم شهر ری رفتم بنزین بزنم سه چهار تا بچهای افغانستانی منو دیدن شناختن اومدن پایین منو بغل کردن عکس گرفتم. خب میگم چای شیرینم داره ها ولی خب چای تلخ هم داره. دوستان سلبریتی اینقدر چای تلخ بهشون دادن میگن آقا ولش کن عطاشو به لقاش بخشیدی اونجا حواسشون به یه چیزی نیست. من این لایو قبول کردم بیام و اصرارم دارم باشم اینجا و این حرفا رو بزنم چون میدونم دوستان میبینن حواسشون نیست. آقا شما افغانستان رو از نظر فرهنگی از نظر اقتصادی از نظر سیاسی نمیتونی از ایران جدا کنی. ما با بخشای بزرگی از افغانستان همزبانیم. ما فرهنگمون گره خورده این مرز بین ما نبوده. ما هزاران ساله که بودیم اینجا زندگی میکردیم با هم زندگی میکردیم و این خطه بین ماها نبوده. کلی بزرگان ما هستن که افغانستانی بودن یعنی الان اگه بخوای بهشون شناسنامه بدی بعد افغانستانی بدی ولی ما مفاخر ایرانی میدونیم اینا رو میدونی چون اون روزی که اونجا مرز نبود اصلا این مرز وجود نداشته. زبان ما فارسیه. چند میلیون افغانستانی سالهاست توی ایران دارن زندگی میکنن شرافتمندانه بین ما با ما پیوند دارن. ازدواج بین ماها صورت گرفته پسر ایرانی با دختر افغانستانی پسر افغانستانی با دختر ایرانی ازدواج کردن که حتی الان مشکل شناسنامه دخترای ایرانی که با مردای افغانستانی ازدواج کرده بودن بچه هاشون هم حل شد دیگه بعد سالها بالاخره حل شد قرار شد به اینا شناسنامه ایرانی بدن. میخوام به شما بگم که خب این پیوندها هست. از اون ور چند میلیون افغانستانی توی ایران هست. یه دفعه افغانستان بعد از 20 سال تمرین یه دموکراسی دست و پا شکسته با یه دولتی که خب ما هزار تا انتقاد بهش داریم خود افغانستانی هم هزاران انتقاد بهش دارن یه دفعه اون دولت اومده زمین یک گروه افراطی خلاف قانون با زور اسلحه و توطئه و چه میدونم زد و بندهای بین المللی اومدن اونجا رو گرفتن و اونجا شده الان پایگاه یه سری تروریست که فردا ممکنه به کشور ما صادر بشن. مردم رو ترسونده روزانه چند هزار افغانستانی میان تو مرز ایران که متاسفانه بدون توجه به شرایطشون خیلی هاشون برگشت داده میشن به افغانستان یعنی تحویل طالبان میشن متاسفانه. این اتفاق توش میفته. بعد اینکه کلی فامیل اینها داخل کشور ما الان براشون سواله که آقا شما اگه میگید مقاومت اون داستانی که اون هزینه هایی که توی سوریه توی کشورهای دیگه تحمیل شده بتون و ما هم کنار شما رفتیم اونجا پس چرا به افغانستان رسید آسمان تپید این که نمیشه که. بعد میخوام بگم بعضی میگه آقا کشور خودمون رو داشته باشیم. عزیزم اصلا امکانش نیست. شما یه داستان کرونا یه نفری تو مثلا چین یه اتفاقی براش افتاد اولا ما فهم کنیم مشکل چینه یه دفعه شد مشکل جهان و الان جذاب اینه که چین تونسته غلبه کنه ما هنوز گرفتارشیم. ما داریم میریم تو پیک شیشم و فلان و این حرفا داریم گرفتار. میخوام بگم اصلا و ما با افغانستان قابل جدا شدن نیستیم. از نظر محیط زیست با هم ارتباط داریم. الان سهمابه ما رو به ما ندن سیستان ما اون بلا سرش اومده که داریم میبینی به خاطر اختلافات اون حقابه نیومد محیط زیست ما نابود شد تو منطقه بخشش. از نظر سیاسی داستان ترور فردا هر کجا یه چیزی به ترکه راحت الان افغانستان چی شده یه جا منفجر میشه طالبان میگه ما نبودیم داعش میگه ما بودیم. کو داعش؟ داعش دفتر داره دستک داره الان ما بریم با کی بجنگیم به کی یقه کیو بگیریم؟ خب فردا هر جا کشور ما میتره که میگن طالبان بود کسی گردن نمیگیره میدونی یعنی یه فضای ایجاد شده که هر خلافی بکنی بندازی گردن یکی که گردنگیرش هم خوبه و بعدم هیچی به هیچی یعنی هیچ پاسخگویی نباشه. از اون ور سیل مهاجر داره میاد تو کشور ما که خودش هزار تا مشکل اقتصادی و چی داره و این یک جفای به فرهنگ ماست به کلمه زبان فارسیه. مگه ما چقدر فارس زبان در دنیا داریم؟ ما اگه بخوایم فارس زبان های دنیا رو جمع بکنیم یه بخشیش توی افغانستانه
بعد تاجیکستان، ایران، یه چند تا کشوریم که فارس زبان داریم. ما اگه بخوام اونا رو نادیده بگیریم و اجازه بدیم تغییر اونجا اتفاق بیفته، شما میدونی افغانستانی ها با هر نژادی باشن بین هم میخوان صحبت بکنن، فارسی با هم صحبت میکنن. بله. فارسی کلمه یه که همه میفهمنش، یعنی ممکنه یه مثلا هزارهی باشه که پشتو بلد نباشه، فقط فارسی بتونه، ولی پشتو قطعا فارسی بلد صحبت کنه، چون زبان بین قومی اونها بوده، اصلا زبان بین الاقوامی اونهاست. بعد شما داری این زبان فارسی همینجوری نحیف شده، همینجوری ضعیف شده، همینجوری هزار جفا بهش شده. شما بخوای بخش افغانستان و اون ادبیات رو از دست بدی، جدا بشی، خب گرفت. من اینا رو میدونم، بعد دوستان سلبریتیمونو بهشون حق میدم نیان جلو راحت، چون میدونم که حجمه بهشون میشه. از یه طرف نگرانیمو میخوام بهشون بگم، بگم اینجا یه جاییه که اگه فوشم بخوریم میارزه، فدای ادبیاتمون میشیم، فدای فرهنگمون میشیم، فدای زبان فارسی میشیم، فدای تمدنمون میشیم. مگه میتونی شما تمدن ایرانی و افغانستان ازش جدا، اصلا میتونی جدا کنی شما؟ یه سری اصلا نمیدونم تو چجوری تو مخیلت میتونی اون بخش رو حذف بکنی. این اتفاق منتها میگم اگه سلبریتی ها نمیان، این اتفاق براشون افتاده، هم از بیرون تحت فشارن هم از داخل. باید این فشار کم بشه دو طرف، یا اینکه دست به دست هم بدیم بیخیال این فشار باشیم کارو انجام بدیم. این داستانه میخوام بگم. پس بچهای ایرانی فکر نکنید اینا دلشون نمیسوزه، دلشون نمیتپه، به خدا من که باهاشون ارتباط دارم، ناراحتن، نگرانن. اون داستان جان پدر کجاستی، تمام سلبریتی های ایران اونو منتشرش کردن، یعنی یه جوری با قلب همه بازی کرد. اما چرا ادامه پیدا نکرد؟ از این چیزا میترسن. حالا سیستم کشور ما باید اینو بفهمه که به نفعته که اون لایف ها باشه، چون تو فردا حتما با طالبان به مشکل میخوری. طالبان مشکل افغانستان نیست، مشکل جهانه. یه روز اینا رو ول کردن، اینا یه بچه نامشروعی ازشون متولد شد به اسم القاعده، اون داستان امریکا و اون اصلا چند تا کشور رو درگیر، کشور خود ما رو هم درگیر کرد. چقدر لشکرکشی امریکا به چه بهانه‌ای بود این همه لشکر برداشت بود تو خاورمیانه، نظم اینجا به هم خورد، چه داستان ها پیش اومد سر القاعده. القاعده رو کی زایید؟ بچه کیه؟ بابا ننش کیان؟ کجا جون گرفت؟ کجا بالو پر گرفت؟ تو کدوم تفکر؟ من میخوام بگم پس مشکل ایران نیست، مشکل افغانستانم. اینو باید سلبریتی ها متوجه بشن، یکی باید باشون حرف بزنه. متاسفانه این اتفاق نیست. الان محمد حسین تو خودت نشستی توی لایو داری صحبت میکنی، تو چرا تو شبکه یک نیستی؟ چرا تو شبکه دو نیستی؟ چرا تو تلویزیون حرف نمیزنی؟ چرا اینجا صحبت میکنی؟ این حرفم. ببخشید من خیلی صحبت کردم. چند دقیقه خیلی دقیق گفتی. ببین اون شبی که نادر طالب‌زاده به لایو ما اومده بود، یک کسی نوشته بود کار خدا رو ببین، نادر طالب‌زاده 10 تا برنامه داره تو تلویزیون ایران، جعفریان رو نمیتونه ببره، اون اومده تو لایو جعفریان صحبت میکنه. واقعا این مشکل هست و متاسفانه ما صدامون همین یک گوشیه و همین امکان از طریق اینستاگرام، این چند تا تلفنی که داریم. برای دوستانی که تازه به ما اضافه شدن، مهمان عزیز ما آقای سرسانهای آمیری که همه تون میشناسین، جناب آقای صدیق شباب عزیز از خواننده‌های سرشناس و ملی و چه بسا جهانی افغانستان هست، شاید یکی از بهترین اجراهای او اجرایی بود که با دانیل وند خواننده مشهور چک در استانبول داشت. بعضی از شما شاید تصاویر اونو دیده باشید، بسیار دیده شد در دنیا و دست به دست شد کنسرت مشترکشون. مثال محسن چاوشی زدیم، آقای صدیق شباب عزیزم بسیار آدم خیریه، لاقل اون مقداری که من خبر دارم حدود 3000 دلار کمکی که کردن به مدارس در دره پنجشیر، جدا از اون در افغانستان به اون مجموعه سید جمال الدین افغان که باز یک مجموعه از برادران پشتون بودن، بخش ورزشی بود، 8000-10000 دلار به اونجا کمک کردم. همیشه این هم دستش تو کار خیر بوده. بگذاریم از معرفی، بگذاریم آقای شباب، چرا سلبریتی های افغان به طور جدی نیومدن پای کار؟ چرا غایبن؟ چرا ترانه برای مقاومت ندارن؟ خود تو برای مقاومت ترانه داری؟ آقای جعفریان بگذار که واقع بایم سخنهای آقای اصلا آقای امیری قدر شیرین و قدر لذت بخش است که حتی من هم میخوایم که من حرف بزنم، میخوایم که همیشه بشنم بازمونم.
خب اینجا مسئولیت فردی است. آقای جعفریان وقتی که من خودم یا همزمان با برادر کلانی که ما وقتی که قد علم کردیم به هنر ما پیامی داشتیم از روز اول به خاطر یک جامعه یا یک به خاطر از اینکه یک انسان بتونه به صفت یک انسان در کجا زندگی میکنه، در کدام محیط زندگی میکنه، حق شهروندی رو داشته باشه، حق رای داشته باشه، حق آزادی رو داشته باشه، که آزادی جز لاینفک انسان است که وقتی که انسان زاده میشه آزاد زاده میشه، امرای یک طفل شاید یک کسی تولد شوه، ولی وقتی که شما در بطن امو فکر او انسان میرین، انسان آزاد خلق میشه و به مو خاطر میخواه که آزاد باشه. ما از آغازی که وقتی که هنر رو شروع کردیم صدای ما، پیام ما به خاطر آزادی، به خاطر حق انسانیت بوده. ما اینجا سلبریتی ها را هم نام نمیگیرم و هم تشکر میکنم از همه سلبریتی هایی که قلم صدا کشیدن به خاطر همین فضایی که فعلا در افغانستان موجود است، با این گروپ جاهل، با این گروپ متجهر که اصلا از 1400 سال پیش هم سطح فکری از سطح تفکر از اینا پیشتر است. من شاید اگر اشتباه نکرده باشم، به اون خاطر من حق ما دین اخلاقی هر سلبریتی یا هر فرهنگی میدانم، به خصوص از گپ دور نریم، وقتی که شما با اگه همسایه زندگی میکنین، اگر همسایه شما در یک حالت پرابلم میباشه، اگر در یک حالت خوشی میباشه، در هر دو مقطع شما میتونید که از او مستفید شوین. اگر در حالت خوشی باشه طبعا شما با خوشی خود مشترک میسازین یا در خوشی زو اشتراک میکنین. اگر در غم باشه طبیعی است که تمام آثار منفی زنمو همسایه سر شما هم تاثیر داره. به او خاطر من زیاد حرف نمیزنم، از تمام فرهنگیان، از تمام سلبریتیان، بخصوص در امی حوزه تمدنی که هستن در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان، حتی در پاکستان که ما با ملت شریف پاکستان هیچ پرابلمی نداریم به جز سیاست پاکستان، من از اینا خواهش میکنم به خاطر همی روانده که فعلا در افغانستان وجود است، شما ببینین کوچه های اجباری، تعصب زبانی، تعصب قومی در این اقلیم سردی که شما خود شاهد هستین، شما ببینین که اینا تمام مردم ما را کوچ اجباری میدن، شیعه کشی را اینا گرفتن، به ما قول معروف بگیم اما صدر اعظم یا چی نامش هم آندن نمیفهم که با او واژه عربی ما نمیخوایم و اصلا برای ما جالب نیست. شما ببینید که اونا پیام میدن که در هر دفتری که هر به اصطلاح اگر رئیس است، مدیر است، به مو سلسله مراتب اگر پایین میرین بالا میرین، هر کس که به زبان پشتو گپ نمیزنه شما اون رو باید نتک کنین، باید از برانش. اونمو توطئه یا اونمو توری توطئه که اعراب وقتی که آمدن بعد از خب الله میگردیم مسائل تاریخی که وقت برنامه را نگیره، 100 سال نموندن که مردم به زمان پارسی یا به مون فرهنگی که دارن اینا صحبت کنن و گپ بزنن، تا بالاخره که امو قهرمانه که دو زمان با ابو مرسم خراسانی برآمد و بعد از این که ما تانستیم به زبان خود، به فرهنگ خود به اصطلاح گپ بزنیم، اون ما همین چیز همین توت امروز شکل میگیره و در حالت جیان است. من نمیدانم که چرا ما چرا به صفت یک انسان، نه بنام به صفت یک سلبریتی. سلبریتی چی است؟ همین سلبریتی هم که ما هستیم از خیرات یا از برکت یا از رمی تشویق نمی مرده بستیم. اگر این مرده وجود نداشته باشه، همین مخاطبین وجود داشته باشه، ما به کجا سلبریتی هستیم؟ سلبریتی کدام مملکت؟ از کدام مردم؟ بنان ما از این مردم خود تشکر کنیم که ما رو سلبریتی میگن. به اون خاطر ما حق امو دین اخلاقی وجدانی ماست که ما باید در این مرحله باید صدای خود بکشیم به خاطر مقاومت ملی. این مقاومت ملی به خاطر یک شخص نیست، به خاطر یک منطقه و یک سمت نیست. این مقاومت ملی از اون کوههای هندوکش شروع شده تا به کوه بابا، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق، ولو که هر کسی به هر زمانی باشه، به هر زمانی باشد که در نبض مقاومت استاد است، ما او را حمایت میکنیم و در پشت از او استاد هستیم. و ای که آقای جعفریان امروز نام خدا این پلتفرم شما به یک صدای مقاومت تبدیل شده،
این البته بر شما تبریک میگم و این را خیر مقدم میگم و این که امروز یک جوانی که از تمام مسائل معیشتی زندگی خود تیر شده امروز در رأس از این مقامات که عبارت از پسر اشهر قهرمان ملی احمد شاه مسعود، احمد مسعود است که دوست شخصی و بسیار رفیق نزدیک ما هم است، او در رأس است. ما چرا را حمایت نکنیم و چرا در پشت از او استاد نباشیم؟ چرا ما یک فرهنگ سازی نکنیم؟ چرا ما به خاطر زبان، به خاطر سمت، به خاطر ملیت که از ما اجداد ما برای ما میراث مانده، این میراث کهن، این میراث بسیار زشته که یک ویروس بسیار چی میگه تخریب کننده را تابانه در وجود ما حد کرده، چرا این از بین نبریم؟ چرا یک روشن فکر، چرا یک جوان پشتون بسیار با عظمت استاد نمیشه در مقابل این گروه جاهل، در مقابل جاهلین قر؟ به خاطر از اینکه ما از بالای خود یا از یک دو طبقه یا سه طبقه بالای خود شنیدیم که باید در اینجا باید یک پشتون باشه، یا چرا یک بچه تاجک، چرا یک جوان تاجک که به همین ترتیبی که اینمه قسم یک کلان پشتون برای نسل جوان خود میگه، چرا ما در مقابل در گپازی را بگیریم و در مقابل به اصطلاح او را تعقیب کنیم؟ چرا ما یک فرهنگ سازی نکنیم؟ به خاطر چطور میتوان در این جامعه مدنی در این قرن 21 این متهجرین قرن با این طرز تفکرش قبول کرد؟ بنابراین ما از تمام سلبریتی ها، از تمام مردم ایران، از تمام مردم تاجیکستان، از تمام پارسی زبانان، از تمام این حوزه تمدنی که در این حوزه تمدن زندگی میگن خواهش میکنم که باید در مقابل از اینا استاد شوند و نباید دنیا اینا را به رسمیت بشناسه و نباید به خاطر اونمو آداب، اونمو توته های توری که اینا در پشت سر دارن اینا را باید به رسمیت بشناسه. لطفاً به خاطر انسانیت استاد شوین، به خاطر ازی که ما بتونیم انسان هستیم در فضای انسانی زندگی کنیم. به خاطر بسیار معذرت میخوام که کمه که من احساساتی شدم، میگذارم گفت بر شما آقای جعفر جان. زنده باشید. نه حرفتون درسته، فقط فرق الان با زبان آموزن خراسانی اینه که لاغل اون جماعتی که اومده بودن مدعی اسلام بودن، اینها اصلا هیچ ارتباطی هم با اسلام ندارن. یعنی خودشون آقای خلیلزاد میگه این مواردی رو که طالبا دارن بهش پافشاری میکنن، مثلا در مورد زنان، هیچ ربطی به قوانین اسلام ندارن. اینا کاملا قومی، نکات بسیار افراطی قومی هست و هیچ جایی از قوانین اسلام اینجوری که اینا رفتار میکنن که زن رو نذاری تحصیل بکنه. آقا در اسلام حضرت خدیجه بازرگان بوده، تاجر بوده، بعد تو میگی امروز نرو این آدم مثلا مدرسه من. مگه میشنم چین چیزی؟ یه نکته این هست، یه نکته این که برادرهای پشتوی ما اون بخش افراطیشون بهتر از من میدونسته دیر، یه بلایی سر قوم خودشون آوردن که همون اقوام پشتون رو هم در افغانستان این افراطی ها بدبخت کردن. یعنی ما توی بچه های پشتون جنرال رازق اچکزایی رو هم داریم که بله، میگفت اگر که احمد مسعود به آسمان بره من باش به آسمان میرم، به زمین باشی باش به زمین میام. و دیدین چه بلایی همینا سر اون بدبخت آوردن. بعد که آمدن رفتن خانه او رو آتش زدن، قبرشون رو در انداختن. معلوم میشه اینها یک بخش محدود افراطی هستن که قوانین قومی عشیره‌ای خودشون رو میخوان با نام اسلام و با دروغ حاکم بکنن در افغانستان. توضیحات دقیق بود. فقط این اخباری میاد از اونجا آقای شباب که واقعا تکان دهنده است. امروز من با یکی در پنجشیر تماس داشتم، یه خانواده آزی دو تا در یک قریه که الان نامشم من جرئت نمیکنم بگم که ای وای، یک خانومی که در کار بهداشت هست به روستاهای مختلف در پنجشیر سفر میکنه، از یک خانواده چهار دختر جوان رو بردن، منو با اون خانواده مرتبط کرد، التماس کردم بهش حرف بزنین، بذارین من اینو عمومی بکنم. گریه میکرد پدر و میگفت گپش رو چیز نکنین، حیثیت ما میره و این در رسانه ها هیچ کس هوش کنی، همین لفظ این بود نوشتم که هوش کنی که کس خبر نشه، که باز نمیخوام که پنجشیری بدنام شوه، همه بگن که دختر پنجشیری رو بردن و هیچ کار از دستشان بر نامد و بی‌عزت شدن. آقا دارن یک کارایی دارن میدن و فقط منحصر به پنجشیر هم نیست، خانواده اصلا جرئت نمیکنه و نمیخواد بگه اینو، به خاطری که از یه طرف اون عنعنات و
سنت های داخلی که آقا بی عزت نشن و فلان نشن، از یه طرف باز دوباره طالب میاد اگه فقط این دفعه دختر رو برده میاد پدر مادر رو هم میکشه، اقوام رو هم میکشه. یه جنایت عجیبی در اونجا داره اتفاق میفته و رسانه های دنیا لال شدن، هیچ کس حرف نمیزنه. یکی تو جالا عبدو مرد، تمام دنیا ترکید. نامردا ببینید چه خبر توی افغانستان، هر روز خبر مرگ میاد. من اصلا دیگه کوتاه اومدم، دیگه خبرها رو نمیگم از بس که زیادن و بعضی از این افکار دیگه تکان دهنده است. من حیرون شدم چیکار بکنم. سه چیکار باید بکنیم ما؟ متاسفانه ببین محمد حسین، ما الان کشور خودمون، شما ببین، شما بالاخره مسئولین این داستانو میشناسید، اونا هم شما رو میشناسن. خدا وکیلی تا الان از تو مشاوره گرفتن برای این داستان؟ همین الان افغانستانیایی که دارن میان داخل ایران، همین چند روز پیش یکی از بچه‌های فاطمیون، خانومش باردار، اومده از مرز این ور که مشکل داشته، بردن بیمارستان، مشکلش 6 ماهه باردار بوده، خانوم که شوهر خودش جز فاطمیونه، بعد گفتن این باید رد مرز بشه، که دوستای خود ما، دوستای خود محمد حسین که اونجا داشتن کار میکردن، که یک گروه محدودی هن غذا درست میکنن برای همین بچه های افغانستانی که دارن رد مرز میشن، که اونجا آب نیست، حتی چه میدونم زن بابا. بالاخره من کاری اصلا به دین و اینای افراد ندارم، اگه به دین و این چیزا باشه، اینا خیلی هاشون شیعه هن، غیر از اینکه اصلا مسلمانه، که اصلا من اینا رو معیار نمیدونم، انسانن، پناه آوردن به کشور ما. ما اونجا حتی یه آب دست اینا نمیدیم، یعنی دولتی نیست. الان خیر داره این کارو میکنه، بچه ها رو دلسوزی خودشون رفتن اونجا با التماس، تونستن یه دونه مثلا چی بزنن، موکب بزنن، به اینا یه کمکی بکنن، یه آبی بدن دستشون، یه توالت صحرایی درست کردن، ناموسشون اینجوری توی بیابون نباشه. این بچه ها اومدن گفتن آقا اگه اینو برگردونید ما میریم تهران، راهپیمایی میکنیم، شلوغ میکنیم. بابا زن باردار، شوهرش فاطمیون بوده، میخواد برید تحویل طالب بدینش اینو، اون ور مرز طالبان داره اینا رو تحویل میگیره. دیگه اینا کلی شلوغ کردن، این یه دونه رو تونستن نگه دارن که زن باردار بوده، پناه آورده به کشور ما. یعنی من میخوام بگم اصلا شما دین و ایمان و مسلمانی و همه رو بذار کنار، انسان نیستید مگه؟ اینا انسانن، به شما از شر یه دشمنی پناه آوردن، دو دستی تحویل دشمن میدیشون. طرف اومده این ور مرز، کیفشو باز کرده، به این بچه‌ها گفته آقا من ثروت حلال خودمه، 300,000 دلار پول خودمه، مال شخصیمه، من حاضرم اینجا کارگاه را بندازم، کار را بندازم. من تولید کننده بودم اونجا، از دست طالبان فرار کردم، من هم دین شما، هم زبان شما، فلان. طرف همونجوری دو دستی تحویل طالبان داده. خب ببخشید الان تحویل طالبان میدی، بهش میگه بفرمایید برید سر کار قبلیتون، یا پولشو میگیره طرفو میکشه، اعدام میکنه. میخوام بگم این وضعیتی که تو کشور ما هست، که آقایون تشنه خدمتن، اینا که افتادن برای تقسیم پست ها دومادشون و نم دخترشون و کیو، یک وضعی اصلا. بعد رها کردی که لب مرز چه اتفاقی داره میفته. شما یه روزی گفتی هر کس لا اله الا الله میگه مرز اسلامی ما اونجاست، پس این حرفا چی بوده زدی؟ ما تو جنگ خودمون چقدر افغانستانی ها به ما کمک کردن، کشته شدن تو جنگ ما برای دفاع از کشور ما. چطور امروز نمیگفتی اینو رد مرز کن؟ امروز میگی رد مرزش کن؟ بعد شما چرا سکوت کردی مقابل این توطئه بزرگ؟ من نمیفهمم. از یه طرف خوشحالن، میگن آمریکایی‌ها رفتن به فضاحت رفتن، خوشحالن. از اون ور خودشون تو اخبارشون میگن که آمریکایی‌ها چند ماه قبل توی قطر با اینا نشستن معاهده امضا کردن. بله. اگه آمریکا با طالبان معاهده امضا کرده، پس آمریکا نرفته، طالبانو گذاشته جا خودش، خرج شما رو زیاد کرده. اگه آمریکا میخواست بره 70-80 تا هواپیما رو جا نمیذاش بره، مگه خلبان نداشت هواپیماشو ببره؟ هواپیما مگه مثلا چیه ارزونیه که هواپیما جا بذاره بره؟ یا ناتو اون همه مهماتو جا بذاره بره نمیتونست منفجرش کنه؟ نمیتونست از ماهای قبل برداره بره؟ واقعا فهم میکنید اینا سهوی بود این اتفاق مثلا افتاد یا نه عمدیه؟ اینا نشستن با هم قرارداد امضا کردن، تو قرارداد با طالبان جوری صحبت کردن که انگار طالبان دولته. که این قرارداد رو نوشتن در زمانی که افغانستان دولت داشت، یعنی در وقتی که غنی در کابل بود، اینا با افغانستان نوشته بودن که به
آدمایی که ما میفرستیم شما ویزا بده. خب مگه این دولتی که باش داری قرارداد می‌بندی؟ پس معلومه کارا شده بود. پس چی خوشحالید؟ خوشحالید آمریکا رفته؟ خب آمریکا رفته، طالبان گشتش خرج شما رو زیاد کرده. میدونی میخوام بگم من دولت مردمون رو درک نمی‌کنه، اصلا نمی‌فهممشون که بعد انقدر بی‌خیال نسبت به یک فاجعه انسانی. بابا رسانه‌های دنیا شما میگید نمیدونم تحت سیطره نمیدونم استکبار جهانیه و نظام سلطه است و فلان. رسانه های شما که نظام سلطه نیست، چرا از مظلومیت مردم افغانستان نمیگید؟ چرا اینایی که رد مرز میکنید به عاقبتشون فکر نمیکنید؟ طالبان با اینا چیکار میکنه؟ چند تاشون رو تا حالا اعدام کرده طالبان؟ کسایی که ما رد مرز کردیم، کشور ما این کارو کرده. رسانه های ما که دیگه تحت نظام سلطه نیست. مگه ما نمیگیم نظام سلطه است؟ نمیدونم بی بی سی، سی ان ان، نم وی او ای، اونا تحت نظام سلطه است. مال ما که تحت نظام سلطه نیست، پس چرا ما صدای افغانستان نیستیم؟ رسانه های ما چرا راستشو نمیگن؟ راست بگن. لب مرز یه کاری کردن. من خواستم برم، بچه ها ترسیدن، میگن آقا نه، یا همین خدماتی هم که میدیم دیگه نمیتونیم بدیم، جون مادرت نه، یا اینجا ولش کن. یعنی من خودم میخواستم برم لب مرز، بچه ها گفتن به خدا بیای، دردسر میشه. بعد اصلا همینم هم جمع میکنم، ما حالا یه آبی داریم دست این بیچاره ها میدیم، همینم هم دیگه نمیذارم بدیم، نذاشتن برم خود منو. رسانه های ما چرا اونجا نیستن؟ پس خبرنگارای ما چرا لب مرز نیستن ببینم وقتی یکی رو رد مرز میکنی طالبان باش چیکار میکنه؟ زن بار اومده پناه آورده به شما مجروحه، چیکار میکنید باش؟ میدونی چی عرض میکنم؟ میخوام میگم یه شعارهایی دادیم به اسم اسلام، اینا مغایره. میگی منافع ملی طالبان مستقر بشه در افغانستان خلاف منافع ملی، خیلی هم این سواد نمیخواد. طالبان آخه یه جوری میگن طالبان فهم میکنه امروز متولد شده. بابا اینا که سابقه دارن، اینا نمیشناسین؟ اینا نمیتونید اینا چیکار کردن با مردم افغانستان؟ قبلا هم حکومت داشتن، چقدر آدم کشتن. همون متولد 1400 سال پیش هستن آقا. خب دیگه تازه آقا ازن به خدا اگه اسلام این باشه که اینا میگن، من به شما میخوام بگم اگه هر جوری مسئولین ما فکر کنن باید الان پشت مردم افغانستان باشن و گفتن آن بزرگای ما گفتن ما پشت مردم افغانستانیم. خب بابا بعد این در عمل دیده بشه دیگه، مسئولین باید بیان پشت مردم افغانستان. رسانه هامونو بذاریم در اختیارشون. بابا شبکه نداره مقاومت، شما بهشون شبکه بدید. شبکه ماهواره‌ای مگه چقدر هزینه‌اش؟ آقا تأسیس یه شبکه ماهواره‌ای مگه چقدر میشه هزینه؟ نمیخواد این شبکه های مثل ایران نیستش که شما سازمان صدا سیما چند هزار میلیارد بودجه میبره که یه شبکه. الان طرف نشسته تو آمریکا تو پارکینگ خونه‌شون یه استودیو درست کرده، شبکه داره، داره هر روز لایو صحبت میکنه تو شبکه‌ها. خب این مگه چقدر شده هزینش؟ ماهی چه میدونم 60-70 هزار دلار میشه، بیشتر نمیشه که. چرا رسانه نمیدید به اینا حرفاشونو بزنن؟ چرا واقعیت رو نشون نمیدید اصلا؟ و بعد من چرا دلم میسوزه بعد میگم آقا ایران خودمون ازش؟ بابا ایرانه، 4 میلیون چند میلیون افغانستانی در کشور ما هستن و الان سیل را افتاده سمت کشور ما. اصلا دارم برای کشورم دلم میسوزه. و بعد اینو بگم، اگر افراد در افغانستان موفق بشه، افرادی های کشور ما به ذهنشون میفته که پس چرا ما نشیم، الگو میشه. بعد عربستان هم میگه چرا ما نشیم، عراق هم میگه چرا ما نشیم. افراطی ها همه جا هستن، شما میدونید هیچ ربطی به شیعه سنی نداره. ما افراطی شیعه داریم که شیعه هم قبول نداره، افراطی سنی داریم که سنی هم قبول نداره. مگه طالبان به اهل سنت رحم کردن؟ نه، هر جا اهل سنت جلوشون وایسادن کشتنشون. چقدر از بزرگان اهل سنت روشن فکر بودن تو همین چند ماه ترور شدن؟ چقدر از بزرگان ملاهایی که حرف از اتحاد میزنن رو کشتن؟ کسی رحم نکرد. تو سعودی هم همین اتفاق افتاده. هر کدوم از اهل سنت اونجا که اهل تقریب بود و دنبال این بود که آقا مسلمان‌ها یه پارچه باشیم، سر یه سفره باشیم، و کشتن بعد مسلط شدن خودشون. خب برید تاریخشون رو بخونید. میخوام بگم اگر یه افراط اینجوری، افراط برهنه‌ای مثل طالبان اگه تو افغانستان مسلط بشه، خیلی ها هوا برشون میداره. و اگه الان ما باشیم مبارزه بکنیم تو کشور خودمون، حداقل ما مسئولیت پیدا میکنیم از افراطی ها. اگه واقعیت افراط افغانستان رو به کشورمون بگیم، به مردممون بگیم، افراطی ها تو کشور خود ما دستشون بسته میشه، چون الان دستشون بازه، دارن یه کارهای عجب غریبی میکنن. بابا ما یه وقت حالی بود هزاران چه میدونم میلیارد به پول ما، میلیون ها دلار به پول خودشون هزینه میکنه، یه فیلم درست میکنه که آقا افراطی ها در آمریکا مسلط شدن، این شد وضع آمریکا. یعنی آینده ای که ممکنه پیش بیاد در قالب فیلم به مردم نشون میده، میگه این میخواد بشه، میخواید این مسیر رو برید، نمیخواد جلوش وایسید.
ما امروز نمیخواد پول خرج کنیم فیلم بسازیم، افغانستان رو درست نشون بدیم، افراد از کشور ما ریشش کنده میشه، مردم حقیقت رو با چششون میبینن. ببخشید. بله زنده باشید. ما یک دقیقه دیگه قطع میشیم برای بخش دوم. من با سوالم از صدیق جان میپرسم، اما فقط اینو اشاره میکنم، حرف صدیق درسته. این مشکل ما قبل از این هم که بیاییم لایو با هم دیگه صحبت میکردیم، اونجا هم نظرش همین بود، واقعا این به 1400 سال قبل برمیگرده، به همون خوارجی که همون موقع هم برداشت متفاوت داشتن، برداشت ادعایی از دین داشتن که هیچ سنخیتی با هیچ آموزه ای از اسلام نداشت. طالبات نماینده همون بخش که حالا اونجا ظهور کردن، نه سنی رو قبول دارن، نه شیعه رو، هم تو خود سنی ها، نه مالکی و نه یک، به قول ایرانی ها یک شرمشوربایی هستن که همینطور که آقای خلیلزاد هم گفته بود یک جریان قومی هم تا اینکه یک جریان مذهبی باشن، آقا به مذهب هم یک ربطی ندارن. چون این الان قطع میشه، الان بعد میگردیم. دوستانی که از پیج آقای صدیق شباب یا آقای آمیری دارن برنامه رو میبینن، اگر که قطع شد ترجیحاً ما رو فالو داشته باشن که بتونن دوباره برگردن، هر لحظه ممکنه این قطع بشه. ما بعد میگردیم، یک ساعت دیگه ادامه میدیم. به سبب این که من پیجم توی که آبی نداره سر یک ساعت با تاسف قطع میکنه. الان هم شمارش معکوسش اومد، تا 10 ثانیه دیگه قطع میشه. آقای صد اصلا آقای میری بگیرین تیکه آبی رو شدن کداسوس تو برگیر دست من بود، من 5 تاشو بهت میدادم همی الان برمیگردیم. مجدد خدمت همه سلام میکنم. ادامه لایومون رو ما در خدمت آقای شباب و فعالیت سلیبریتی ها در افغانستان ادامه میدیم. سلام میکنم. خوش آمدید. آقای شباب، من برای شما پیام فرستادم، خواهش میکنم که خب خدا را شکر. خدا را شکر که دوباره وصل زنده باشید. آقای شباب، یک عکسی رو من اینجا دارم، خیلی اگه این صفحه کامنت ها را شما پس کنین که من بس الان خاموششون میکنم که مشکل حل میشه. من درباره وضعیت اهل موسیقی در افغانستان خیلی شنیدم که وضع بدی دارن. بعد یک محله‌ای در کابل هست دوستان من به نام خرابات، که اونجا عمده اهل موسیقی اونجا ساکنند و بعضی از اینها وقتی که فوت میکنن، مثلا در مراسم درگذشت استاد سراهنگ و بزرگان دیگری که از اهل خرابات بودن، به جای سوگواری های معمول پیکر اون فردی رو که فوت شده میبرن، در هر چهارراهی میگذارن و یک ساز و آوازی نمونه های اون اجراهای موسیقی رو میکنن تا وقتی که به بحث جای
محل دفن برسه. اهل موسیقی از گذشته های دور اونجا بودن و الان در دوره طالبان بسیار شنیدم که وضع بدی دارن. یک عکسی اینجا هست که جالب، اگر ببینید این برادرها میشناسید دیگه، عمدتشون بزرگان امارت اسلامی هستن، سر سفره امارت متحجر اسلامی. بله بله، تو این وضع دارن. اصلا من که پسفندشو نگفتم، فقط گفتم امارت، یا حضرات امارت هستن. اون بالا دارن براشون موسیقی میزنن. میبینین اون دو نفر اون بالا نشستن سر سفره و در حین زدن موسیقی دارن. بعض اهل طلبات، بعض اهل طلبات برای خودشون حلال، همه چی چیزا دیگه هم حلال میشه واسه شون. یواش یواش. من اتفاقا یک صدیدم آقای جعفریان عزیز، پیش از اینکه من بجواب و می سوال پردازم یا توضیح بدم، میخوام که یک چیز به تمام مردم عزیز ایران، تاجیکستان، به همه مخاطبین ما کمی اکنون ما را بشنون. طالب نمایندگی از قوم شریف و عزیز پشتون نمی کنن. ما مردم شریف و بسیار عزیز پشتون داریم، مردم بسیار با غیرت با همت پشتون داریم که امروز در نیمی آتش و مثل که ما امروز در نیمی آتش قرار داریم، اونا هم هستن. شما ببینین این جنایت و این رفتار طالب در قندهار شما ببینین، در ننگرهار ببینین، در پکتیا ببینین، در تمام افغانستان ببینین. در قندهار به نام قوم اچکزی، به خاطر از اینکه قوم اچکزی مربوط آقای خدا بیامرز قهرمان افغانستان آقای جنرال صاحب رازق میشه، به خاطر از اینکه اونا یک پیوند دارن با این فامیل، اینا بسیار به شکل مرموز اونمو مردم ها را یا اونمو افرادی که وابسته با اونا بودن میبرن، یا سردرگم میشه یا حسن از سرنوش از اونا خبری نیست. به اون خاطر میخوایم که برای تمام مردم دنیا و خصوص مخاطبین ما که همسایه های عزیز ما هستن بفهمانیم که طالب نماینده پشتون نیست، نماینده قوم پشتون نیست. این که زیر یک اجندای قومی، زیر نام قومی خود پد کرده او شک نیست. حتی در طول مردم های فرهنگی یا امو مردم های اهل موسیقی که به نام خرابات میشن، البته خرابات یک کمک میخوایم که سر تاریخش یک نظر اندازی کنم. وقتی که امیر شیرعلی خان که از نظر ما البته سن ما بسیار خرد است، ولی امو مطالعات کرده یا از امو بزرگایی که شنیدیم، خود امیر شیرعلی خان بسیار آدم بسیار با فرهنگ، بسیار موسیقی شنو و بسیار آدم با فرهنگی بوده. وقتی که اینا میره به هندستان، در اون وقت زمان که میخواه که مذاکره کنه با او وقت زمان هندستان هند برطانوی بوده، در امبالا در یک شهرهای هندستان، باز اونجا اندیا امو یک بخش موسیقی رو یا گروپ موسیقی رو در اونجا البته تدارک دیده بودن. وقتی که اینا به این ور میخوره، باز امیر شیرعلی خان از امون نماینده که کسی که مخاطبش بوده تقاضا میکنه که اگر شما اینا را برای ما پیسه چی میگه، اگر کمک کنین یا یک تحفه بتین که ما بتونیم از این موسیقیدان یا از این اهل موسیقی بر وطن خود یا بر مردم خود هم استفاده کنیم. همون زمان است که این مردم یک تعداد البته میان به افغانستان که اگر ما اشتباه نکنم که پیشتر که ما خود شما گپ زدیم جعفریان عزیز که بابای موسیقی افغانستان که امروز حق شده و نام افغانستان استاد حسین سراهنگ، البته اجداد از اینا یا از این بالاتر اینا من داخل افغانستان و اینا سلسله رواج های را دارن. وقتی که یک کسیشان در میگذاره یا فوت میکنه، باز همو مسائل یا همو قوانین یا همو رواج های را که در بین خود دارن همو را به اجرا میرسن. ولی مولا متاسفانه که این من حال همین روز همین مردم که هر کدام از اینا با یک آیله به حساب پیوند دارن، هر کدام از اینا ساید یک تکافل هستن، امروز در یک حالت بسیار بد اقتصادی، بسیار حالت بسیار بد زندگی قرار دارن. البته هر کس به مزام شخصی خود، که البته من خودم هم تاجان شاه برادر بزرگ من،
ما خب تا مقدر توانایی که تانستیم ما اونا را کمک کردیم، اما کسایی که البته ما معرفت داشتیم و مشناختیم، ولی اینا یک تعداد بسیار کثیر هستند که امروز در اون محیط بسیار در یک تنگنای بسیار خراب زندگی قرار دارن، ولی هیچ کس نیست که اینا متوجه اینا باشه و هیچ کس نیست که به اینا کمک کنه. و ما امیدوار هستم که تمام ابانه ها، تمام فرهنگی هایی که در تمام گوشه و کنار دنیا زندگی میکنن حقیقتا سری بزنن به این علاقه فرهنگی. منی کسایی که البته در این کوچه خرابات که یک تاریخ بسیار خوبی داره، یک تاریخ البته گذرمی زندگی ما پیوند خورده با این تاریخ، البته اگر بتونن در هر جایی که هستن کمک کنن که در این مقطع زمانی که اینا بر اشد ضرورت به اشد و کمک به حساب ضرورت دارن اینا رو کمک کنن. زنده باشی. میدونم که بسیار رفیق هستی با احمد مسعود، برادر تو هم که سفیر سابق، البته سفیر دولت سابق افغانستان در تاجیکستان بوده، جناب آقای ظاهر اکبر فعلا هم همونجا سفیر اولین سفارتخانه افغانستان در دنیا بود که عکس غنی رو پایین آوردن. کمی از احمد مسعود برامون بگو، از رفاقتت با احمد بگو. آقا جعفریان، ای که ما چی سمپاتی داریم، البته از یک منطقه هستیم شک نیست. ما بسیار به صراحت میگم، بسیار ما خودم شخصا نه به مصابه ایدئولوژی، نه به مصابه، ولی ما خودم مصابه ازی که ما مسعود بزرگ قهرمان ملی افغانستان که گفتم که یک نماد از آزادی است که ما به خاطر زو آهنگ خواندیم، سرودیم و او را گلگو قرار دادیم، نه به خاطر ازی که دوستا شاید بسیار مردم ها گپای بسیار سلقهی خود در قبال از داشته باشند، ولی برای من مسعود شهید قهرمان ملی افغانستان نماد است، یک گلگو است، یک گلگوی از اخلاق، یک گلگوی از آزادی، یک گلگوی از انسانیت. ای که چی گپای در قبال صورت گرفته ای را میگذاریم کنار، چرا از بحث برنامه ما بسیار بالاتر است. من زمان رفتم به لندن که احمد جوان، احمد نازنین اونجا تحصیل میکرد، خب البته ما قبلا هم تو معرفت داشتیم، ولی اولین بار که من او را دیدم، یک جوان بسیار رشید، یک جوان بسیار با اخلاق، یک جوانی که واقعا که از صداش یک انسان بسیار، اگر کامل نگویم که من مبالغه نکنم، ولی واقعا در وجودش بسیار اخلاقیات را که میدین که اصلا بر از تصور ما دور بود. و من به اصطلاح پنشیری، به اون مذاقای پنشیری، به اون اصطلاحات پنشیری که البته من خودم ابرش مکالمه میکردم، من برش گفتم که در کاکولا جانم شد، باز نمیم که سیدیق جانی را مادر کلان ما همیشه میگه، باز تکرار میکرد که امیگ پارا برای من بگو. خب اما اصطلاحات یا اون واجه های پنشیری که بود من امرش تکرار میکردم و من برش گفتم که متوجه باشی که یک انسان کامل باشی، من به اصطلاح چی میگه، در حمایت هستم، در پشت هستم، متوجه باشی که اینی خامون. اما گپای شخصی که بود البته من نمیخوام که جای خدای ناخواسته تظاهر کنم، و اگر من مبالغه نکنم اولی کسی هم بوده که من از پیش اجازه خواستم، دو گفتم من میخوام که عکس تا چیز بسازم، میدیا بسازم، یعنی ببینن مردم که خودت کجا هستی، چی میکنی، صاحب چی کمال هستی، تو کدام با چی طرز تفکر هستی. باز در بسار با زمین گشاده گفت که ای بل پرابلم نیست، حتی ماهنگای قرسک ما برای ما زمزمه کرد که گفت مادر کرانم همیشه میشنه باز میگه که در توتی ازی جانم میشه و در کاکولای صدیق جانم. و من گفتم اگر اجازه باشه که من عکس تا میدیا بسازم، بندازم امرای خود که مردم بفهمه که خودت کی هستی، یعنی شاید اولین کسایی باشه که من عکس احمد مسعود امرای خود کشیدم به میدیا. بعد از او باز احمد جان یک صفحه فیسبوک برای خود باز کرد و من بسیار خوش هستم و بسیار افتخار میکنم که من معرفت دارم و دوست بسیار شخصی احمد جان هستم، اگرچه ما بسیار تقریبا حدود 6 سال میشه که یا 6 5 یا 6 سال میشه که ما دیدار فیزیکی نداریم، ولی از لا بلا از طریق پیام‌های گپا احوال یک دیگر داریم و ما امیدوار هستم که احمد مسعود به صفت یک جوان، به صفت یک مبارز، به صفت یک انسان، نه به خاطر یک سمت یک منطقه، به خاطر تمام افغانستان یک الگو باشه و همه کسایی که
با یک طرز تفکر بسیار روشن به خاطر انسانیت، به خاطر یک جامعه مدنی در افغانستان استاد حسن احمد مسعود حمایت کنن و در پایز استاد باشن و ما همچنان امو از اون دل جان حمایت میکنم، سرود میخوانم برای سلام میکشم بخاطرش، نه به خاطر ازی که احمد از پنجشیر است. احمد مسعود به خاطر افغانستان، به خاطر این جغرافیای افغانستان، به خاطر پشتون، ازبک، ترکمن، قزلباش، ایماق، هر ملت که در افغانستان است که احمد مسعود امروز بیرق بالا کرده، ما در پشتش ساده هستیم و حمایتش میکنم تا خون جان، تا که صدا در گلویم است. زنده باشید. من این سوالی رو آماده کرده بودم از آقای آسید بپرسم، از وقت آسید رو میدم به خودم، یه نکته رو میخوام توضیح بدم. درباره خرابات صحبت کردی، شاید مخاطب ما خیلی براش جالب باشه. سید اینو گوش کن، مطمئنم بهت خیلی میچسبه. در افغانستان در موسیقی غلبه با کلام هست به جای ساز. در ایران غلبه با سازه. مثلا شما در دستگاه راست پنجگاه اگر میخونی، در دستگاه نمیدونم همایون اگر میخونی، گاهی اوقات چون دستگاه به تو اجازه نمیده، خواننده شعر رو غلط میخونه یا میاد یه واژه رو کم میکنه یا مثلا تلفظ واژه رو غلط ادا میکنه. در افغانستان اصالت با کلامه، یعنی یک خواننده ای که موسیقی در مورد موسیقی سنتی هم موسیقی راگ ها دارم حرف میزنم، اونجا شما باید یک مقدار قابل توجهی از ادبیات رو بدونی. مثلا در مورد استاد غلام حسین یا استاد سناهاین، اینها میگن در یک محفل شکار ظاهرشاه و موقعی که اینها شروع کردن به موسیقی، استاد 3 ساعت تک بیت میخونده با موضوع شکار از شاعران مختلف. یک ویدئویی هست از استاد سناهاین، سید این داره میزنه، ارگسترش هم داره میزنه و همینطور سیگار میکنه، یا سیگار داره میکشه همینطورم میخونه، بعد یکی اشاره میکنه انگار که مثلا حالا خواننده و سیگار آخه، یا همینطور که ملودی داره اجرا میشه ملودی ادامه میده، این اون غزلی که میخونه رو رها میکنه، با آواز میگه با تنباکو مرا الفت از آن است که دودش حلقه زلف بوتان است. میگه عشق من به تنباکو از اینه که دودش مثل حلقه زلف بوتان میمونه. جواب اون یاری که پرسیده چرا به سیگار میکشی رو بهش داده، با شعر میده وسط اجرا. یا یکی مثلا نامه مینویسه بهش و یه کاغذی میارن روی سن میدن دستش، اونم داره اجرا میکنه، فلبداه نامه رو میخونه، فلبداه میگه ختم چو زلف یار پریشان و در هم است، عیبم مکن که در شب هجران نوشته ام. به یه پیام بده داداش باید خطی، خطتو نتونستم بخونم. ختم چو زلف یار پریشان و در هم است، عیبم مکن که در شب هجران نوشته ام. دوباره یه کاغذ دیگه بهش میدم، نمیدونم کاغذ میخونه تو اون چی نوشته، میگه در نامه نوشتی که احوال با خیر است، این خیر چه خیر است که من از تو جدایم. بارم شعر جواب تمام اینا میده. یه اینقدر اینا مسلط هستید در حوزه ادبیات، میخوام بگم درکشون نسبت به شعر فارسی اصلا ما نمیتونیم باور کنیم این درک چقدر. یک اجرایی داره صراحت، یک ربایی بیدر رو میخونه، شروع میکنه میگه چی؟ الله نمیتوان شدن آدم باش، میگه بیدل و سجود بندگی تو هم باش. این نصف اولی که میخونی اصلا جامعیت آتش میگیره. بیدل و سجود بندگی تو هم باش، تا بار نفس بزنداری خم باش، زین عجز که در کارگه تینت توست. حالا جمعیت داره بلبله میکنه، اینجا ساکت میشه، جمعیت رو منتظر میزنه، چون تو روایی اینجوریه که ضربه آخر رو مثل آخر میزنه. یه هم میگه تا بار نفس به دوش داری خم باش، زین عجز که در کارگه تینت توست، الله نمیتوان شدن آدم باش. یه هم مجلس میتره که اصلا داد میزنن، یه ده انگاه که میخواد بیهوش بشن. میگه هم تو عارفی، میخوای
مثلا الله الله نمیخواد بشی، آدم بشو. نمیتونی شده این موسیقی اخلاقی به طور شگفت انگیزی. من خواهش میکنم مخاطبای ما اگر استاد سراهنگ در موسیقی راگهای افغانستان رو نمیشناسن، سبب خیر شده امشب صدیق شباب که یادی از خرابات بکنیم، برن اون موسیقی رو بشن تا بعدا بفهمن اگر اهل معنا هستن. خب موسیقی یعنی چی؟ موسیقی خب موسیقی اگر شما میخوای بگی صدیق شما بگو تو، بگرنه من یه سوالی از حسین جانم من توضیح بدم. موسیقی خب موسیقی سرحد نداره. خب ما که موسیقی از اهل خرابات گفتیم، موسیقی است که تازه بر امی جغرافی آمده. ما در یک محوطه که ما به نام موسیقی خراسانی یاد میکنیم که این موسیقی خراسانی یعنی می حوزه تمدنی را که می جغرافی را که ایران است، افغانستان است، تاجیکستان است، حتی تا مرز پاکستان و هندوستان تو قسمت ها میره به این طرف هم طرف شمال افغانستان، این موسیقی خراسانی بوده و موسیقی هندی هم. خب به می شکل که ما میگه موسیقی زبان نداره، سرحد نداره، به می خاطر است که ما این را میپذیریم. موسیقی کلاسیک هندی یا موسیقی هندی همین موسیقی است که ما پیشتر اگر ما خدا نخواسته اشتباه نکرده باشم در زمان شیر علی خان آمد، ولی امروز حق شده با زندگی مردم افغانستان با ما میپذیریم. امروز جزء رانفک زندگی ما است، این موسیقی است که ما هم او را باید بپذیریم. و همین که شما از استاد بزرگ سرهنگ یاد کردین، استاد سرهنگ وقتی که از یادی از موسیقی کلاسیک افغانستان میکنین، مستقیما فکر شما تو مستقیما خطور میکنه و فوکس میشه برای استاد بزرگوار استاد حسین سرهنگ. نگه به او خاطر من از تمام عزیزان خواهش میکنم که در این مقطع زمانی برای این حلقه یا برای همی عزیزایی که در افغانستان هستن، اینا باید دست خیر داشته باشن، کمک کنن، صدای خود بکشن، صدای مقاومت خود بکشن، صدای مقاومت خود به خاطر ازیده که ما به خاطر یک شخص یک منطقه بکشیم، به خاطر یک زندگی انسانی، به خاطر یک زندگی، به خاطر یک جامعه که به خاطر یک طرز فکری که ما بتونیم با همه اینمی دنیای متمدنی که امروز است ما سازگار باشیم. آقای جعفریان به او خاطر من از همه عزیزا خواهش میکنم و انتظار هستم که دوست عزیز من، دوست خوشکلام من سید حسین آقامیری چی در این رابطه چی گپ داره، من انتظار هستم بشنوم. زنده باشید آقا سید بزرگوار. خبرهایی که از مرز دارید خبرهای تکان دهنده بود، من هم خبرهای شگفت انگیزی دارم. فردا شب ما در همین باره لایو داریم، دوستانی که از مرز آمدن گفتنی هایی دارن خواهند گفت. واقعا وضع اونجا فجیع و اخبار تکان دهنده میشه شنیده میشه. سید برای اینا چی کار میتونیم بکنیم؟ بچه های سلبریتی اگه نفس چاق بکنن و یک کلمه اعلام میکنن، خب مردم میریزن و میان وسط و واخوان. خود تو یک نمونهش که به منم یه بار زنگ زدی گفتی یک جریانی هست، اینها پای کارن، چی کار کنن؟ من میشناسیشون، تو هنوز از یادم نرفته. سید برای اینا چی کار باید بکنیم؟ سید ببین محمد حسین، الان ما یه مشکل داریم که ببین اختلاف، دعوا، این اتفاقات این 20 ساله اخیر تو کشور ما، این که ما اقتصادمون متاسفانه تو جایگاهی که باید باشه الان نیست، شرایط بین المللیمون مشکل پیدا کرده، این تحریم های عجیب غریب و این اختلاف نظرها یه کاری کرده، ما الان حضور افغانستانی ها توی ایران رو یه تهدید میدونیم به جای اینکه اینو یه فرصت بدونیم. ببین شما با بچه های افغانستان زندگی کردی، من به خاطر نوع زیستم که ما خب توی قم بودیم، یه شهر مهاجرپذیره، خب دوستای افغانستانی داشتیم، با هم بزرگ شدیم، زندگی کردیم با هم، همین الان شریک داریم افغانستانی، پدر من کشاورزی داره، خب با یه افغانستانی اون با خانوادش کار میکنن، زمین از ماست، کار از اون، با پدرم با همه محصول با هم تقسیم میکنن، سال هاست داریم ما با اینا زندگی میکنیم، کار میکنیم، درس میخونیم، درس حوزه خوندیم دانشگاه. من همین چشمم مشکل پیدا کرده بود همین چند وقت قبل، خب چند تا دکتر رفتم دیگه، این آقای دکتر باهر
که از دکترای خوب قم هستن، آقا سعید، آقا زاده دکتر باهر معروفی هستن توی قم، به من گفت دکتر چشم هماهنگ میکنم، دکتر برهانی برو پیشش. بعد هماهنگ کرد، من رفتم، آقای دکتر برهانی افغانستانیه، جز بهترین دکترهای چشم ایرانه، که یه دارو به من داد، به من گفت 16 روزه خوب میشه، 4 روزه خوب شد. خودش هم تعجب کرد، گفت من توقع نداشتم به این زودی خوب بشی. حتی قبلش با من یه عکس گرفت، گفت یه عکس باید بگیرم بعدم بگم من خوبت کردم، درمان چشت با من بوده اینا. میخوام به شما بگم، خب ببین، شما میدونی قوم تیزهوشین، سخت کوشن، پشت کار عجیب و غریب دارن، دانشمندای زیادی توشون هست. الان توی اروپا، کشورهای اروپایی جز مهاجرینی هن که خیلی بهشون احترام گذاشته میشه، چون به شدت آدم های پاک دستی هن، درست کار انجام میدن. میدونی چی میگم؟ حالا بالاخره تو هر قومی 4 تا، به قول کاظم کاظمی، 2 تا بوته جو هم داشت گندم ما. این که تو هر قومی هست، بالاخره یه 2 تا اشکال هم پیش میاد. من حرفم اینه، امروز اگه ما شرایطمون درست بود، از این مهاجر به عنوان بهترین فرصت استفاده میکردیم، دانشمنداشون میمدن توی دانشگاهامون. همین اتفاقی که شما نها کن، ما الان یه سری، حالا من درست و غلطش کار ندارم، بعضی از کسایی که توی ایران فعالیت اقتصادی میکنن تو سالهای اخیر مهاجرت کردن، خب چون هم دانش داشتن هم سرمایه کشورها اینا رو جذب کردن سریع و از این به عنوان یه فرصت استفاده کردن، یعنی از اوضاع اقتصادی بد کشور ما به عنوان یه فرصت استفاده کردن اونا و سرمایه‌دارای ما رو جذب کشور خودشون کردن، حتی جذب کاذب، یعنی به طرف گفتن بیا تو کشور من خونه بخر، من به تو اقامت بدم. حالا بعدا چه بلایی سر خونه طرف بیاره با قوانینشون رو خدا میدونه. میخوام بگم ما اگه شرایطمون درست بود، الان اینو به عنوان یه تهدید نمیدیدیم، به عنوان یه فرصت میدیدیم، میگفتیم آقا این به ما اضافه بشه، دانش مردم افغانستان به ما اضافه بشه، سرمایهش به ما اضافه بشه، نیروی کارش به ما اضافه بشه. ولی خب ما الان شرایط اینجوری نداریم، اینو تهدید میبینیم. من از اون ور میخوام بگم، حالا درسته ما شرایطمون اونجوری که باید باشه نیست، اما یه حرفی رو بهش توجه داشته باشیم که بال ببین، شما فردای افغانستان دست کیه؟ دست مردم افغانستانه. بله، غیر از این نیستش که. شما الان اینجا رو میتونی بکنی پایگاه علمی مردم افغانستان، اینجا بچه‌هاشون بیان درس بخونن، تحصیل بکنن، دانشمند بشن، برمیگردن تو کشور خودشون، اون افراط و خودشون میرن ریشه‌شو میکنن، چون با افراط، با اسلحه نمیشه افراط رو از بین برد. اگه فکر بکنیم الان ما کشتیم تموم شد، نه، 2 تا بال میخواد. شما باید قانع بکنی بچه‌های پشتون. آره، بچه‌های پشتون رو باید قانع بکنی. عزیز من، این تفکر پدران شما تفکر درستی نیست. نتیجهش اینه که میبینی و مبنای درستی نداره. اسلام نمیتونه این باشه. اگه کار فرهنگی نشه، فقط کار نظامی و فیزیکی بشه، شاید غلبه پیدا کنی ظاهرا، این یه جای دیگه سر میزنه میاد بالا، چون تفکر مونده، تفکر عمق پیدا کرده، رفته تو دل بچه‌هاشون. تازه کینه میاد جلوش، میگه تو پدر منو کشتی. یعنی کینه به علاوه تفکر غلط، یه افراط بدتری رو میاره. ما قطعا باید کار فرهنگی بکنیم، قطعا باید گفتگو بکنیم، قطعا با ما الان بهترین فرصتشو داریم. غیر از اینکه آقا من تا الان، آقای جعفریان، استاد عزیز من، که شما از هنرمندای درجه یک افغانستانی، من یه چیزی به شما بگم، ما تو زیستمون زیاد با افغانستانی ها بودیم، به خاطر اینکه شهری که من توش بودم مهاجرپذیر بوده، بچهای معابدین عراقی بودن، بچهای افغانستانی بودن. من تا حالا یه افغانستانی که توی کشور من باشه تکدیگری بکنه ندیدم. الان تو کشاورزی ما خود شخص با پدر من قرارداد داره، زن و بچه همه کار میکنن. یعنی این قوم قومی نیستش که دست گدایی رو سوب کسی دراز کرده باشه، قومیه که نونشو خودش در میاره. یعنی سربار جامعه ما نمیشه، اون میاد کار خودشو، نون خودشو در میاره. میگیری چی عرض میکنم؟ غیر از این که سرمایه دارای بزرگی اونجا هستن که میدونن اونجا دیگه هیچ اعتباری نیست، اعتبارشون رو میتونن به ما اضافه کنن. دانشمندانی داره، میتونن دانشگاه های ما رو غنی‌تر از امروز کنن از نظر علمی. و یه نیروی سالم کار داره که سخت‌ترین کارا رو هم میتونه انجام بده. میخوام بگم اگه ما آغوشمون رو باز بکنیم، اونا چیزی باری از چی میگن، باری به ما اضافه نمی کنن. تا حالاش هم نکردن، تا حالاش هم خدا وکیلی افغانستانی ها همه کار کردن، کارهایی هم کردن. بعضی میگن آقا
اینا جای کار ما رو گرفتن. نه خب حالا اگه بری نگاه کنی یه کارهایی رو کردن که خیلی حاضر نبودن انجام بدن، کارهای سخت کشاورزی، کارهای سخت کارگری و معماری. من به شما عرضم اینه، میخوام بگم من اصلا این منافعشو میذارم کنار، انسانی بهش نگاه میکنم. از نظر انسانی ما کسی که بهمون پناه آورده تو بدترین شرایط هم باشیم نمیتونیم دست رد سینش بزنیم. اسلام هم این اجازه رو به ما نمیده، قانونمون هم این کار رو به ما اجازه نمیده. قانون اجازه نمیده شما هر بلایی میخوای، هر رفتاری میخوای انجام بدی. غیر از این که یه قضاوت تاریخ هم هستا، یعنی فردا تاریخ هم میگه که آقا افغانستان به این روزگار افتاد، ما پناه بردیم به یه کشور مسلمان، ما مسلمان بودیم، اونا با ما چیکار کردن؟ میگیری چی عرض میکنم؟ میخوام به شما بگم که یه فضا اینجوری، حالا ما چه کار کنیم؟ این فضای مجازی به نظر من بهترین جاست برای کار کردن. منتها بچه ها مصلحت اندیشی نکنن. دوستایی که الان درگیر این قضیه هستی مصلحت اندیشی نکنیم، بابا واقعیت ها رو بگیم. از چی میترسیم ما؟ واقعیت داستان دیگه بدتر از این که نمیشه که. میخواد چی مثلا، چه بلایی میخواد الان آقای جعفریان با تو میخوان چیکار کنن آخه دیگه؟ چیکار نکردن که بکنن جدید؟ آخه یه کاری باید یه بلای جدید سر یکی بیاری، الان میخوای سر ایشون یه بلای جدید بیاری، باید کلی فکر کنی که کدوم بلای جدید، باید ترکیبی دیگه بزنن واسه ماها. اون پیجاشم هم بسته میکنه. آره نمیتون که نمیتونن که یه پیج دیگه میزنیم. من میخوام به شما بگم ما که آب از سرمون گذشته بیام حقیقتو بگیم. بابا تو مرز ایران و افغانستان داره فاجعه اتفاق میفته، عده‌ای به ما پناه میارن. اگه دین دارید دینتون میگه به اینا پناه بدید، اگه دین ندارید انسان که هستید، بابا خلاف انسانیت این. و اگه ما اینا رو بگیم مسئولین مجبور میشن که درا رو باز بکنن. این الان آقا یه چهار تا مرزبان اونجا هستن بیچاره، اونا مأمورن کاری نمیتونن بکنن، بهش گفته گرفتی پس بده بره تمام. و هیچ جا در رسانه های ما غیر از آقای جعفریان ما اصلا چیزی از افغانستان نمیشنویم که آقا این پناهنده ها چی میشن، چی کارشون میکنی، چجوری رد مرز میشن، عاقبتشون اونور چی میشه. و این تو خاطره اینا میمونه. میخوام بگم اگر ما واقعیت رو بی پرده بگیم، مردم ما مردمی نیستن که بی تفاوت بمونن. و غیر از این که با مردم حرف بزنیم بدونن این مسئله افغانستان نیست، این مسئله ایران هم هست. بله. و بدترین از بدترینش اینه که افراطی ها دارن فکر میکنن که میشه دم آمریکا رو دید و افراطی بود، ببین طالبان تونست پس ما هم میتونیم. و این یه خط مشی خیلی وحشت. اگه بدونیم چه اتفاق تلخی داره میفته هیچ کدوممون مقابلش سکوت نمیکنیم. آقای صدیق صاحب عزیز شما جانم یکم بیشتر صحبت کن برای مخاطب ما از خود جوایزی که گرفتی با ایرانی ها، یا موسیقی خواندی، آیا قصد داری بخوانی برای مقامات خیلی قصد داری بخوانی یکم دهی برای صحبت جانم. آقای جعفریان عزیز گفتارای آقا میری قدر عزیز است که وقتی که شما از من سوال میکنید باز امی چی میگه، امی سناریو، امی فکر چی میگه، امی موضوع دور میره از اصل مطلب. ولی به هر ترتیب پیشتر سوال کردی که موسیقی چی است. موسیقی به نظر من یک موسیقی به معنای زندگی است، موسیقی به معنای جمع اصوات، اصوات که میگیم جمع صوت ها، یعنی وقتی که صوت ها یک جا میشه اصوات به وجود میاره که بالاخره اون موسیقی است. و موسیقی در زندگی در طبیعت خدادادگی آمده، موسیقی را خدا حس کرده، ما با موسیقی زاده شدیم. حتی حرکتی که میکنیم، حرفی که میزنیم موسیقایی است. حتی امی گپی که من میزنم، شما آقای جعفریان عزیز میزنین، استاد عزیز که میزنن، این می با یک مقام اینال وابسته است. حتی قرائت قرآنی را که ما میکنیم، امروز در مو انستیتوت بسیار بزرگ اسلامی که در مصر است، حدود 3 سال 4 سال حتی بالاتر از 5 سال انسان ها اونجا شاگرد میشن که قرائت میکنن با انیمی مقام هایی که ما شما به اصطلاح مقام های موسیقی خراسانی یا با راگ بگویم یا با نوت های موسیقی بگویم، این قرائت تدریس داره میشه. بنان موسیقی در طبیعت است، موسیقی را خدا حس کرده، دنیا با یک موسیقی. وقتی که ما صدا را میشنیم، صدای هر زنده جان و هر از طبیعت، وقتی که شما صدا را میشنیم، این در ذهن در وجود انسان است. بلا به این معنی است که
موسیقی زاده امی هستی است، خدا او را هست کرده. شما یاد کرده که ما در قسمت موسیقی چی جوایزی گپا را گرفتم آقای جعفریان. خب همه جوایز، همه تقدیرنامه ها یا همه امو محبت هایی که هست از طرف اینمی مردم شریف یا امو مخاطبین شریف ماست که مردم افغانستان هستن، تاجیکستان هستن، اکثری که البته در اقلیت بگم یا اکثریتی که در ایران زندگی میکنن. من ممنون از اونا هستم و اینمی همه امو چی میگه همه افتخارات خودم مدون اینمی مخاطبین خود میدانم. نگیری تکرار جانم مستم با ایرانی ها قصد برنامه مشترکی دارید؟ این سوال هم که من پرسیدم یکی از طرفدارات از سوئد برای من فرستاده بود که حتما بپرس که چه جوایزی گرفته. من وگرنه چیزی نداشتم. حالا شما تو هم چیز که حجب کردی گذشته، اشکال نداره. بگو که با ایرانی ها قرار داری که برنامه مشترک اجرا بکنی؟ برای یک هنرمند، برای من اول میخوایم که سوال شما رو بگیم، بهترین محبت، بهترین جایزه محبت مردمش است که مردم برش یک اوارد میتن، جایزه میتن یا محبتش میتن. من بسیار علاقمند هستم، بسیار خوش دارم، بسیار احترام دارم، بسیار دوست دارم مردم شریف ایرانه. بگذارن که ملت ها با هم باشن. ملت ها همیشه وجه فرنگی دارن. ما با ملت ایران وجه فرنگی، وجه زبانی، وجه تاریخی داریم. ولی که سیاست ها برای ما جغرافیا تعیین کردن، اینه مگذارین به مو به مو طرف، یک تیم دیگه است. ولی ما شخصا بسیار مردم شریف و عزیز ایران دوست دارم. ایران، مردم ایران بسیار مردم با فرهنگ هستن. واقعا بیشتر از آقای چاوشی شما حد کردن. هر وقت زمینه مسائل چوه، من بسیار علاقمند هستم که با یک هنرمند بسیار عزیز ایرانی بخوانم، صدای خود بکشم، صدا اینی ملت بکشم، هم از ملت ایران، هم از ملت افغانستان. به اصطلاح ما یک جا شیم و یک صدای را بکشیم و برای مخاطبین خود به اصطلاح پیام میدیم. چرا نه؟ اینال من انتظار هستم که کی اینال کی میهم بایم آقای جعفریان. یک غزلی از آقای نجیب عارف رو فکر کنم در دست کار داری، درست میگم؟ نجیب آقای بارور. نجیب بارور میگم باره. خدا رحمت کنه با محب بارش که اون شعر پنشیر درمند از او هست. یک لحظه این دوتا نام در ذهنم متفاوت شد. آقای نجیب بارور، بله اون شعر هر کجا مرز کشیدن شما پول بزنید، درست میگم؟ بله. من بسیار رابطه بسیار خوب دارم آقای بارور، بسیار دوست نزدیکم است، بسیار در سخت احترام دارم. اگرچه شعر آقای بارور هنرمندای بسیار عزیز دیگه هم که دوست بسیار شخصیم است، آقای سیاپوش، شفق، البته شفق سیاپوش این شعر خواندن، ولی من هم خواستم که امی شعر به شکل دیگه کمپوز کنم که بتانم خودت اوی تا بارز بتانم. امیدوار هستم که در این آینده نزدیکی که آهنگ میبراه مورد توجه علاقمندان قرار بگیره و این آهنگ بتانه که یک پل باشه که نیمه تمام مرزها را بشکنه، تمام مرزهای فیزیکی، تمام مرزهایی که عملا وجود داره و تمام مرزهای معنوی را، و این یک پیام باشه به این نسل که چی در ایران است، چی در تاجیکستان است، چی در افغانستان است، در همه حوزه تمدنی که هستن یک پیام بسیار بزرگ باشه. و ما به او خاطر میخوایم یک دو مسیج برای شما بخوانم اگر آقا میری اجازه بدن. بفرمایید، خوشحال میشم. میرا کمپوز کردیم به این طرز. هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید، هر کی از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجره رو با تحمل بزنید. خیلی خوب، آفرین به شما. آره چقدر خوب شد که باید من
در واقع این خواهش رو قصد داشتم در انتها بکنم. خیلی خوب شد الان کرد، ممکن بودی ها آخر چون ما اتومبیل خیر قطع کنیم. خیر از آخر رو میخوانم بردن آقا جبریان. دوستان عزیز من، ما یک جای کوچولویی رو داریم، بعضی از شما شاید امشب اولین شهر مخاطب ما هستید، همین لایو ها هست که سعی کردیم صدای مقاومت رو با تعبیر افغان ها بکشیم. یک پیجی رو درست کردیم به عنوان افغانستان 1400 که اینو استوری میکنیم توی پیجمون. اونجا اگر میتونیم برای راه اندازی یک سایت که صدای مقاومت بشه، مقاومت بلندگویی برای حرف زدن نداره، در فضای غیر رسمی اینترنت هست، در فضای وب نیست، رنگ نداره، اگر که احمد مسعود، بزرگان مقاومت، فرمانده ها، جنرال صاحب خیلخواه، جنرال صاحب ریگستانی، اینا بخوان گپ بزنن، یک وبسایتی، یک جایی که متعلق به اونها باشه نیست، اخبار دست اول از افغانستان هست، محل انتشارش نیست، این کار ما داریم میکنیم. اگر توانایی دارید اسپانسر بشید خواهش میکنم، ما استوری میکنیم به اون پیجی که مربوط به این کاره، برید دایرکت بدید، کمک کنید که این بار ننشینه. حالا من تنها بیمارم، سختمه، دوستانی نیستن که بعضی از دوستان میان که با اول میگن ما سربازیم، بعد میان رهبر میشن، خودشون میخوان اینو بیار اونو نیار، اینو چرا آوردی، ما این اساس نمیدونم این ما کیه. ما هستیم امروز، ما هستیم آقا جعفریان، زنده باشی، بیایید، خواهش میکنم کمک کنید، یک سر این به قول نشریا سر این فرش رو بگیرید تا جابجاش بکنید. خیلی تنها، خواهش میکنم بیایید کمک بکنید. خیلی جلو رفتیم، جمعه یک کتاب فروش عزیزی در مشهد که ما در ادامه خواهم گفت قراری گذاشتن، جایی رو مقرر کردن که جمع کوچکی جمع بشه، حلقه اول سایت رو ما معلوم کردیم، به زودی انشالله همه چیز آماده است، فقط ما میخواییم مطمئن بشیم اگر بالا اومد متوقف نمیشیم، اگر ما 3 هفته پیش میتونستیم سایت رو عمومی بکنیم. بگذاریم آقا میری عزیز، این مواردی که گفتم دوستان اینها رو استوری میکنیم، ببینید هم پیج های ما رو ببینید که استوری میکنیم، این کانال صدای افغانستان که در تلگرام اگر هستی اینا همه رو استوری میکنیم ببینید. بله سید، الان اگر که زمینه فراهم بشه که موکبی بره اونجا یا موکبهایی بره اجازه بدن که کمک بشه از این حالت محدودی که از در بیاد شما بله ما خودمون یه دونه موکب ما میفرستیم، مشکل هزینه‌اش هم نداریم، یعنی حتی نمیخوام از مردم جمع کنیم، خودمون داریم و انجامش میدیم، فقط اینکه بشه رفت و اینکه ما بریم آخه دست و پال ما هم نبندن، آقا بیا اینو نباید بگی، اونو نباید بگی، این فلان، اینجوری نیست، ما چشمیم هر کجا بریم حقیقت رو به مردم میگیم. ببین محمد حسین، یه چیزی راجع به اینایی که به ماها گیر میدن بگم به شما. الان این قضیه سرباز که گفتی حرف خوبیه، من دیروز با یه دوستی صحبت میکردم راجع به کار، بعد به من میگفت که حالا این یه نظر شخصیه چیز نیست، به من میگفت که حالا امارات برای کار فایده نداره، مثلا ایرانی ها اونجا موفق نمیشن. گفتم چرا؟ گفت اونا آخه چیز میخوان، برده میخوان، خودشون آقان. میگم ما خودمون هستیم، میگه ما نمیخوام تو بیا اینجا آقایی کنی، که تو باید بیا اینجا برده ما بشی. حالا برده نه به عنوان کلمه بردشا، منظور این که یعنی قوانین به نفع حاکمان اونجاست، حتی ساکنان اصلی اونجاست، شما اگه دعوا داشته باشی بیشتر طرف اون گرفته میشه، حالا نسبت به ایرانی ها حداقل، اگه چون اونا هم اینجوری هن، گفت تسلیم زور نمیشن مگه زورش برزور باشه، به ما ایرانی ها که میرسه اینا خلاصه دست بالا رو دارن، ممکنه جلوی کشوری هم دست پایین باشن، ولی نسبت به ما اینجوری هم. واقعیت اینه که یه سری این آقایونی که داخلن ادعا دارن، اصلی ها رو نمیگم، یعنی آدم حسابی هاشون رو نمیگم، یه ادعایی که ادعا دارن، همه رو سرباز و مهره خودشون میبینن، ما مهره کسی نیستیم، نه مهره داخل نه مهره خارج، خارجی هم همینه، اونی که خارج ادعا داره میخواد منو مهره خودش ببینه، چرا راجب فلان موضوع مطلب نمیگی، چرا فلان، آخه مگه من آدم تو هم که تو برای من تصمیم بگیری من چی بگم، من خودم استقلال دارم، انسانم، باید به استقلال انسان ها احترام گذاشته بشه. میخوام بگم ما میریم ولی ما انسانیم، خودمون تصمیم میگیریم، ما برده کسی نیستیم یا مهره کسی نیستیم، میای اینجوری میگی، میای اونجوری نمیگی. یا آقای به من خیلی سال پیش میگفت اینجوری صحبت کن، من فلان رسانه رو در اختیار دذارم، گفتم آقا من مثل شما نیستم، من خودمم، شما مگه قراره. میخوام به شما بگم اصلا یه وجهی هم که با یه سری سلبریتی ها بدن از دو طرف ضربه میخورن همینه، میخوان مهرشون باشه، مهرشون نیست،
نه مهره داخله نه مهره خارجه، هم خارج میزننش هم داخل. همین آقای فرهادی که مثال زدم دو طرف میزنن، چون مهره هیچ کدوم نیست دو طرف میزننش، یعنی هم روزنامه کیهان میزندش هم اونور چه میدونم ایران اینترنشنال میزندش، چون میبینه مهره نیست. آقا ما مهره نیستیم، ما انسانیم با تمام خصوصیات انسانی، به خاطر انسانیت میریم کمک میکنیم، ولی هر چی ببینیم حقه میگیم، هر چی بدونیم منتشر میکنیم، ملاحظه هیچ کسی رم نمیکنیم غیر از اخلاق. یعنی من غیر از اخلاق هیچ مرزی ندارم. اخلاقی بله، چهره یک خانمی آسیب دیده است دوست نداره منتشر بشه، غیر اخلاقی منتشر کرد باشه، اما اینکه شما بیای هی به اسم چه میدونم امنیت و سیاست و ما میفهمیم و هیچکی نمیفهمه فقط ما این به ما خواست ساکت کنیم، نه. اگر فضایی باشه که ما با شخصیت خودمون بریم، ما حاضریم کمک کنیم، هیچ مشکلی هم نداریم. نه که شرط کمکمون اینه ها، شرط حضورمونه، چون جور دیگه نمیذارم بریم. ما که همین الان هم داریم کمک میفرستیم هر جوری شده. شرط حضورمون اینه که حضورمون رو به رسمیت بشناسن، نخوان ما رو محدود کنن. وگرنه که نه شرط کمک، که ما یه چیزی داریم، اگه این امتیازا رو بدیم ما کمک، نه بابا ما داریم کارامون رو میکنیم، ما مثلا اینا وای نمیسیم که. ولی اگه حضور رسانه‌ای نداشته باشیم حاجی، حرفه به گوش ملت نمیرسه، به گوش مسئول نمیرسه. بله خیلی مهم، حرف دقیقه. من دوباره خواهش میکنم، ببینید خیلی از دوستان حالا امشب مخاطب دور سفره جمع، من بعضی از موارد رو جسارتاً با اجازه از صدیق جان و جناب آقای آمیری میگم، بعضی از دوستان هی مرتب پیام میدن برای کمک کردم. ببینید عزیزان من، ما کمک عمومی جمع نمی کنیم. مثلا یه خانم از یونان بعد از اینکه 10 بار پیام داده بود، از آخر گفته بود من چون میخوام ماهی 30 یورو بدم و کمه، تو برای اینه جواب منو نمیدی؟ خدا شاهد ما اینجوری نه توان داریم نه تلاش داریم، که تا حالا تو ایران هم نکردیم، هیچ حسابی اعلام نکردیم، حسابی نداریم، دنبال جایی میگردیم، کسی میگردیم که اگر توانایی داره اسپانسر بشه که ما بتونیم اداره بکنیم، سایت رو اداره بکنیم، دو تا آدم بزنیم بالای سرش، به این معنی که ما با یک نفر، دو نفر، پنج نفر در تماس باشیم، نه با 200 نفر که یکی بخواد مبالغی بده. توانایی پاسخگویی به مردم رو نداریم. من میترسم از این پول جمع کردن، ولی یکی میاد میگه آقا من علاقه من به مقاومتم، میخوام به وبسایتش کمک کنم، راه بیفته، توانایی من خوبه، کارخونه دارم، اینقدر میدم راه بندازیم. اگر آدم اینجوری هست بیاد جلو، خواهش میکنم به در به چیزم بنویسید اسپانسر، ما جواب میدیم بلافاصله در دایرکت توی همون استوری که خواهیم گذاشت یا در دایرکت همین پیج بنویسید، در خدمتتون هستیم. یوتیوب ما رو کمک میکنید، سابسکرایب کنید، معرفی بکنید که واقعا احتیاج داریم به یک یوتیوب اون دیده بشیم. استاد بزرگوار جناب آقای صدیق شهاب، برای اتفاقاتی که آقا میری گفت، واقعا اینا تلاش کردن، موکب هم زدن، کمک هایی رو به مرز بردن، همینطور که خودت گفتی خیلی از موسیقیدان ها الان اونجا محتاجن، نیازمندن. در خارج کشور شما تلاش کردین یک انجیوی، یک خیریه، یک جایی رو جمع بکنین، بین خود سلبریتی ها یک وجهی جمع بشه، بشه منتقل کرد به داخل افغانستان. وضع فجیعه، یعنی همینطور که سازمان قضا و قله جهانی گفت، در آستانه قحطی افغانستان با 25 میلیون نفر ممکنه که به درجه برسن که غذای خوردن نداشته باشه. با تشکر از شما آقای جعفریان، اولا خب از تمام مقاومتگرها، از تمام عزیزا، همین که پیشتر گفتم که ما باید فرهنگ سازی کنیم که اول تعریف از مقاومت داشته باشیم. مقاومت نه به خاطر یک شخص، نه به خاطر یک مقطع زمانی، نه به خاطر مقطع زمانی کوتاه، مقاومت به خاطر یک جامعه انسانی، به خاطر اینکه ما در مقابل اینی متهجرین قرن، به خاطر در مقابل اینی جاهلین قرن استادش باشیم. ما باید میتونیم که یک پلتفرم جور کنیم، این پلتفرمی که شما امروز عملاً، من اولا شخصا تشکر میکنم از شما آقای جعفریان، این پلتفرمی که شما امروز وجود دارین، نه به خاطر ازی که به خاطر یک سم گپ بزنین، امروز تمام اخبار همو مسائل بسیار داغ روز به حساب منعکس میسازین، انعکاس میتین برای مردم. باید از تمام اجزا خواهش میکنم که باید یک زیربنا بسازن، شما را باید حمایت کنن، چنل یوتیوب شما رو باید تعقیب کنن و سابسکرایب کنن، که اصلا از روی یک مدرکی باشه که تا شما بتونین که اینی همین چرخ یا همین مسائل داغ روز که هست رو باید زنده داشته باشین و گوش جهانیان و گوش این مخاطبین برسانین. خب ما هر کدام ما
ما مو دین اخلاقی که داریم جعفریان عزیز، من خودم شخصا تا جان دوستای عزیز که من شناسم، واقعا ما در طول این 3-4 ماه، البته می 3 ماهی که بسیار داغ است، ما هر کدام با زعم خود به حساب کمک کردیم. شما میفهمین که هر کدام ما یک پیوندی داریم به یک کسی در داخل افغانستان و ما هم از روی امکانات بسیار فوق‌العاده برخوردار نیست که ما بتانیم که همه را به حساب در امی زیر سایه خود بگیریم، ولی حرکت های هست، صدای هست که اتحادیه هنرمندان که در داخل اروپا هستن، من نمیفهم کنم مهندگی از نارکی میکنن، از شهر سویس، از امریکا صداهایی هست که مسیجاشون برای ما رسیده که ما چطور میتونیم که همی علاقه فرنگی که در داخل افغانستان هست، بخصوص بخش موسیقی، سینما، تئاتر و گپا، ما بتونیم اینا را به چی شکل به چی وجه اینا را کمک کنیم. ولی ما نظر شخصی من این است که خب در یک مقیز استراری که حالت استراری است باید ما کمک کنیم، ولی این حالت نباید دوام پیدا کنه. ما باید مقاومت کنیم، استاد شیم در برابر از این بی‌عدالتی، در برابر از این جاهلین قرن باید استاد شیم. ما باید صدای خود هر لحظه و هر ثانیه از هر امکانات، از هر پلتفرم، از هر امکاناتی که در دست ما باید استفاده کنیم، به گوش جهانیان باید برسانیم. خب یک بخش جهانیان که در این توطئه شریک هستن میمونیمشون کنار، ولی یک بخش شنوا هست در دنیا که ما باید در دنیا باید برسانیم آواز خود. ما چطور میتونیم که در مقابل زی جاهلین متفاوت استاد شویم، در مقابل طرز تفکر، در مقابل شما ببینین که اینا یک دولتی که باید حداقل 140 پلتفرم کاری باید داشته باشد، در اصل که اقتصاد است، معرف است، زندگی است، اجتماع است، سیاست است، ولی دولت امی، حکومت زیا یا حکومت دستشانده زیا، حکومت مزدور یا که به اصطلاح از غلام هستن آمدن در داخل افغانستان، به شکل در توطئه بسیار پیش از پیش طرح شده آمدن یا قدرت گرفتن، اینا هنوز نتونستن که ده اونو پلتفرم اینا چیز بکنن، تطبیق بکنن. اینا امنیت میگن، امنیت در افغانستان نیست، اینا میگن حکومت همشمول. حکومت همشمول خب به این نمیشه که اینا چند تا آدم تاجک، ترکمن، ازبک یا همو کسایی که از ملیت های دیگه که با طرز تفکر خود از این زندگی میکنن اونا را دارن در علاقه خود، باز بگن ما حکومت همشمول داریم. حکومت همشمول جزئیات بسیار مختلف داره که توش اعضاب مختلف باشه، جامعه متمد محمد باشه. من یه چیزی بگم، ببین راجب کمک کردن یه مشکل بزرگ هست. خب شما اگه بین المللی بخوای کمک بکنی، کمک رو باید بدی به طالب. الان طالب اونجا حاکمه. بله. آره طالبان کمک رو میده دست کی؟ میده به مردم یا از نیروهای خودش شروع میکنه؟ میگیری چی میگم؟ حتی با نیروهای خودش هم نمیرسن. آره بهترین راهش همین مثل ایشون که مثلا اقوامی داخل داره به اونا کمک کرده. یا ما اگه افغانستانی ها نمیومدن داخل ایران که نمیتونستیم بهشون کمک بکنیم، راهی نداریم به اونجا. میخوام بگم یه مقدار کارم پیچیده است، ولی ما الان توی ایران چون اونا میان داخل کشور ما، بهترین فرصت رو برای کمک داریم بهشون و این اتفاقه میفته. یه چیزی هم بگم، بچه ها لب مرز یه مشکلی داشتن، مشکل نیرو. یعنی حتی به من گفتن ما مشکل مواد غذایی نداریم. داریم، الحمدلله هست، مشکل نیرو داریم. حالا اگه شما خودت یه راهی باز بکنی با اونا که به شما، ما حالا من نمیتونم برم، بقیه که اجازه دارن برن، به اونا گیری نمیدن. یه سری نیروی فعال کم دارن، حالا بچهای جهادی مونیم، بچهایی که توی زلزله ها کمک میکردن، اگه با شما وصل بشن برن کمک کنن لب مرز. یعنی نیرو نبود. حتی من گفتم آقا من امکانات بفرستم، گفت نه نیرو میخوایم، امکاناتش هست. یه ذره اینو شما آره فردا شب میان مفصل در این باره صحبت میکنن، حرف درسته، میان توضیحات رو میدن که ماجرا چیه. این هم که گفتی این آمادگی رو داری خیلی خوب بود، توضیحاتی هم که سفیر جان داد دقیقه. ما حدود 6 دقیقه دیگه وقت داریم، من یه سری خبر نوشته بودم که ازش میگذرم. فقط مهمترینش دو تا انفجار تو غرب کابل اتفاق افتاده که این سلسله انفجارهایی که داره هی در غرب میشه، به نظر میاد اصلا یک جوری داره پیچیده میشه که چرا در غرب بود. برای رسیدن کمک هم به آقای آمیری در غرب که صدیق جان هست، خب حساب داره
بنیاد شهید احمد شاه مسعود اونجا مشکلی نیست. برای از طریق ما اگر مواردی باشه که به طور خاص و جدی باشه نیاز نباشه ما شما رسانه میکنیم، ما راه رساندنش رو داریم، با داخل ارتباطاتی داریم، صرافی هستن که محبت میکنن. من فقط یک خبر رو که شاید جذاب باشه برای مخاطبین اونو دربارش حرف میزنم، بعد وقت رو میدیم یک آواز دیگه و در آخر کار از صدای صدیق جان میشنویم. تیم فوتبال افغانستان با تیم فوتبال اندونزی یک مسابقه دوستانه داشته که برد خوشبختانه، اونم صحنه گلش. یعنی با وجودی که اینقدر سید این کشور دردسر داره، این همه مشکل داره، باز این تیم غیرت کرد و کشور اندونزی رو باز چند 300 میلیون جمعیت دارن اندونزی یا چقدر جمعیت دارن برد این کشور. آفرین به این غیرت بچه های افغان. گلش هم آقای پوپلزای زد. یک بار دیگه هم اینا اندونزی رو برده بودن در یک مسابقه دوستانه دیگر در خرداد ماه یا جوزای همین امسال در فکر میکنم باشگاه ایرانیان در دبی اون موقع بازی کردن و گلهاش هم آقای امیری و آقای حسین زمانی و اینها زدن. خب چند دقیقه دیگه به پایان نمونده، بخون گفتید میخونم براتون یک بیت یه مقدار پشتو هم برای ما بخون. میخوانم آقای جبر. پیش ازی که ایره بخوانم، من افتخار از ایره دارم که برادر عزیز من در به حساب در امی افتخار شامل است که رئیس المپیک افغانستان میده که دستاورده بسیار زیاده را داشتن، که من همیال هم بسیار احساساتی شدم، بسیار گرون موقوده گرفت که در این حالت هم شما ببینید که مردم شریف افغانستان، قهرمان افغانستان، نوع افتخار می آفرینیم به خاطر افغانستان. ولی هی کاش که ما در او افتخار شامل می بودیم و در داخل افغانستان می بودیم و این حالت نمی بود. اینا شما آقای جعفران شما خواهش کنید چی رو بخونم؟ هر چی دلت هست، فقط 4-5 دقیقه بیشتر وقت نیست، بخون زودتر. 5 دقیقه بیشتر به گاهنگ بیشتر زیاد است. آره برای آهنگ. هم پشتو بخونی، هم پشتو هم فارسی بخون. من گاهنگ بخونم که یا آهنگ البته من خودم کمپوز کردم. یه شعر از ملکه شعرهای بهار است که استاد بزرگوار مرحوم شجریان هم این را خوانده بود که بسیار مشهور است. اما یک زمزمه میگم، باز یک آهنگ پشتو بر شما میگم، درست؟ مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را، بر شکن و زیر و زبر کن، بلبل پر بست از کنج قفس درا، نغمه آزادی نوع بشر سرا، و از نفس عرصه این خاک تو درا، پرشرر کن پرشرر کن پرشرر کن پرشرر کن. یک آهنگ پشتو یک آهنگ پشتو رو میخوانم بر هم عزیزایم، هم از جایی که مخاطبینی مثلا میان لکنون مرا بشنون. پا وطن مو جور ماتن ده تورتمونو که مش پیدی، داد کم زا لم لالا سا چه ظلمونو که مش پیدی، پا وطن مو جور ماتم ده تورتمونو که مش پیدی، داد کم زا لم لالا سا چه ظلمونو که مش پیدی. احسن بود. زنده باد.
پیش آقا نیری یک کس دیگه هم ازش پلاک میکنه. او کی هست منه؟ ازش پلاک میکنه. ازش پلاک میکنه. با وجود شلوغی تفلک ها خیلی خوب ساکت موندن ها. چون صدا جیگ میزنی توی لایف میاد صدا. خیلی ساکت موندن تفلی ها. میگن پدر ما رو آمدوی در برده نذاشته صحبت کنیم. البته تکنولوژی هم کمک کرد به این قضیه. حالا بعدا یادت میدم میشه یه کارایی هم کرد. خیلی دره. یه 30 ثانیه‌ای فرصت هست اگه نکته مونده آقای آقا میری 30 ثانیه به شما. 30 ثانیه من فقط تشکر. من خیلی ممنونم. خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم، شناختم شما رو. ایشالله کاراتونم آشنا میشم و اینکه ایشالله کارای جدی بشه دیگه. این فردا شب بچه هایی که مرز بودن بیان خیلی اتفاق خوبیه. حالا منم تبلیغشو میذارم که بچه ها بیان، اتفاق درستیه. ما منتی سر مردم افغانستان نداریم. الان هر کاری میکنیم نفعش به خود ما برمیگرده. و من میخوام بگم به عنوان اینکه افراط یک، ببین اون آدمی که افراط میکنه خودش هم آسیب میبینه ها. من دارم برای بچهای طالبان واقعا میسوزه ها. محمد حسین میدونه اون روز که توی پنجشیر جنگ شده بود، من گفتم من خوشحال نیستم از کشته شدن طالبان حتی. چون بالاخره افغانستانی داره افغانستانی میکشه و این اتفاق خوبی نیست. اینا زمین خوردن، جهل اونا رو زمین زده، باید نجاتشون داد. میخوام بگم یعنی واقعا از زمین خوردن هیچ کی خوشحال نیستیم. و اگه این درسی داره افغانستان برای ما، ایشالله ما درسشو بگیریم، خود افغانستان ایشالله خوشبخت باشن، یه روزی انقدر آزاد بشه. من خیلی دوست دارم افغانستان از نزدیک ببینم و فکر کنم اگه آزاد بشه همه مردم جهان بیان بی نظیر افغانستان داخلش هست. همچنان آقای جعفریان تشکر میکنیم از خودت، از شما بزرگوار و از آقای سید حسین آقا مهری و از تمام مردم ایران، از تمام مردم تاجیکستان، از تمام مردم افغانستان، از تمام مخاطبین مکدنی حوزه تمدنی هستن که به خاطر آزادی افغانستان، به خاطر حق عدالت خواهی افغانستان صدای خود میکشن. از اونا تشکر میکنم و در هر جای که هستن جون 5 ثانیه دیگه قطع میشه. من خدا حافظ. صحت سلامت باشن. ان شاء الله با دیدار آینده.